ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته دوستان عزیز با عرض سلام او احترام خدمت فرد فرد با برنامه سخنی وریان یا سپین خبرې باز هم شما را خیر مقدم گفته وقت پروگرام سخنی وریان است البته روزای دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه در امی اوقات روز وقت کالیفرنیا که البته هفت و چند دقیقه وقت اروپا و همطور در دیگر اکناف جهان تلویزیون پخش میشه و از طریق هارت برد به افریقا و شرق میانه و شرق دور و افغانستان احتوا میداره یعنی بیننده یعنی وسعت نشراتی تلویزیون پیام افغان تقریبا به همه اکناف جهان هست و یکی کی دسترسی داره به دیدن و شنیدن برنامه های ای تلویزیون یا میخواین ببینن یا وسایل دارن مگر یعنی دسترسی دارن یعنی برنامه مو وسعت نشراتی تقریبا اما آسیا و اروپا و افریقا و کانادا و امریکا و همه تو از طریق آنلاین در استرالیا بیشتر بیننده داریم تلویزیون پیام افغان تماشا می دارن تلفون های فراوان میرسه به تلویزیون پیام افغان به هر حال دوستان عزیز وضع افغانستان البته باز هم تقریبا اخبار تازه و جدید نداریم جزی که حکومت که خود حکومت موجوده را باید با چالش و پرسش بگیریم و انتقادات فراوان بالای حکومت دست نشاندی جنگیری داریم و حکومتی که تحت عنوان وحدت ملی دو پله شده و اردوی از او را آقای جنگیری پتره کرده و از او یک حکومت غیر متجانس وحدت ملی درست شد و به آرای مردم وقتی گذاشته نشد راستی درون حرج و مرج است یعنی از لحاظ تقرر افراد افرادی با کفایت افرادی که بتانن راستی با ماموریت و اداری اموری که به اونا محول شده با وجه احسن رسیدگی بداره از ادارات افغانستان رخت بسته و خود درون ارگ و تشکیل حکومتی افغانستان با یک تقلب و خلاف قانون استوار هست و تحت گذاری گردیده مگر بازمی حکومت فاسد و مصلحتی که در درون درز درز هست و تا جایی که شما هم دیدین و تماشا فرمودین و در امین طول یک سال مسائل صورت گرفته نه گذشته های دور حکومت یا کمپین انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی البته رویاروی با هم در راوند اول یا مرحله اول آقای عبدالله عبدالله آرای بیشتر داشتن مطابق کمیسیون یا اعلان کمیسیون انتخابات و به راوند دوم آقای اشرف غنی برنده شدن مگر آقای عبدالله عبدالله او را نپذیرفتند چون یک تقلب صورت گرفته و یک کمیسیون انتخابات آرا را درست نشمرده دست زنی شده و یک غوغای برپا شد بالاخره با مشاجره و مظاهرات خیابانی و اختار امرالله خان صالح و آقای عبدالله عبدالله اگر یک قطره خون در بدن ما باشه و ما ایلادادنی نیستم و حکومت تقلبی را نمیپذیرم و یه حرفا بیشتر شنیده شد دوستان عزیز و بسیار جالب هم بود که آقای عبدالله سوگند یاد کرد و به مردم گفت که برای یک روز هم اگه با خون ما هم بیانجامه یک حکومت تقلبی را نمیپذیرم و بعدا دیده شد که آقای عبدالله عبدالله بعد از گوشمالی جان کری تن داد به خواهشات ایشان و گفت عجیب یک چیزی واقع شد و مردم ما خو تن نمیدادم به مو سوگند خود استادگی داشتم مگر یک چیز عجیب و غریب واقع شد غیر مترقبه
کی چی عجیب و غریب چی واقع شد. و عجیب و غریب وزیر خارجه امریکا به افغانستان سفر کرد و اینا رو گفت که شما بردگان جز نیستین، اگر به حرفای ما گوش ندهین اردویتان در گورستان میاندازم و یک پرزی باطل از شما درست میشه و هیچ کس به شما وقع نخواهد گذاشت، افراد عادی و مردود و منفور خواهین بود در انظار ما مردم. دیگه وقتی او تو یک چیز عجیب و غریب واقع شد و آقای عبدالله عبدالله واقع گذاشت و قطره خون هم نثار نکرد و کدام مبارزی هم درک نداشت، یک حکومت تقلبی پذیرفته شد. در همین خود حکومتی که نصف شده، باز خود آقای عبدالله عبدالله چندین نفر در کمپین انتخاباتی ایشان با اونا همکار بود. او اما نصف خود تقسیم کرده میان حزب اسلامی، طوری که شنیدیم ارغندیوال فرزند مطالبه ولایت ننگرهار کرده و یک آدم بیسواد و فاسدی که البته دستش به رشوه و رشوستانی آلوده بوده و در وزارت زراعت یک مامور خشره به یک حساب بودن و اونا را به اساس مصلحت و ای که وعده های سپرده بودن در کمپین انتخاباتی با اونا تحویل دادن. نمیدانم وزارت معارف با آقای والی صاحب بلخ عطا محمد نور تعلق گرفت که اونا گفتن خب ما والی خواستم، پدر کس مرا برداشته نمیتانه و ما پادشاه سمت شمال هستم، مگر یک وزارت هم کار دارم. وزارت معارف با اونا تعلق گرفته، همه تو وزارت ها همه تو تقسیم گردید و ولایت ها تقسیم شد در میان عبدالله و اشرف غنی و بالاخره هر یکی باز بنابر وعده هایی که با اون مردمی که با اینا دویده بودن سپرده بودن و تحریر داشته بودن تقسیم گردید. خود آقای اشرف غنی که در روز تحلیف یا سوگند اونا هم کتابچه را میخواندن که فساد را فهمی دارن، حکومت مصلحتی دیگه از افغانستان رخت میبنده و شعارهایی را که سپردن و قرآن شریف هم در دست هر کدام و یکی دیگر سوگند میدادن، او تال یعنی عکسی از او عمل شده و نه مقرری های صورت گرفته. اگر هم بوده بنابر مصلحت دو جانب و تعهداتی که به یکی دیگه سپردن، حکومت به اساس کفایت کاری روی کار نیامده. آماری که از افغانستان رسیده دوستان عزیز، در حدود وزیر ترانسپورت افغانستان دیروز مصاحبه داشت در افغانستان، رسانه های افغانی اونا گفته بودن که در حدود 1,20,000 12 پس ما از افغانستان ماهانه فرار میکنن، افغانستان ترک میگن. محبوبیت یا تایید حکومت اشرف غنی از 59% به 9% پایین آمده. اون 9% هم شاید همی کسایی که پهلو پهلو اشرف غنی این بر اون بر به حساب بنابر تقاضاها و مرفوع شدن آنچه اینا میخواین و او را مرفوع میداره ارتباط فامیلی دارن یا شخصی دارن، به اول لحاظ 9% آمار نشان داده که آهسته آهسته این محبوبیت و تایید مردم شاید به صفر تقرب کنه یک حکومت بی کفایت بدنام تقسیم شده میان دو ارگان آقای اشرف غنی و آقای عبدالله به می ترتیب است. به هر حال وضع اقتصاد افغانستان هم بارها تشریح شده دوستان عزیز، رشد اقتصادی از نمیدانم 40 چند درصد به 7% پایین آمده آماری که رسیده. وضع کشور به می منوال و نامنی ها بیداد می داره. مسئله پاکستان و طالب و اینا در میان افتاده و آقای دوستم البته در چند روز از طریق تلویزیون پیام افغان هم اونا داخل لاین های باز شدن و صحبت کردن و به می ترتیب در بخش
فاریاب افغانستان اونا با طالبان روی روی در جنگ هستند و چند نفری که بالای اونا عملات انتحاری برای سوء قصد داشتن علیه دوستان که اونا را به قتل برسانه گرفتار شدن و روحای از اونا را در این فیلم آدم میبینه پوشانده و از اونا تحقیق میداره و جالب هم همی است که طالب اگر در جنگ با حکومت هم هست روحای خود پوشانیده و وقتی تسلیم هم یا گرفتار هم میشن باز هم اونا به حساب روی از اونا را آقای دوستم پوشانیده و و تحقیقات میداره که یعنی نمیدانم هویت یا قاتل یا فرض کنیم یک کسی که امنیت افغانستان برهم میزنه باید او پوشیده نمانه و او باید به مردم نشان داده شد که اینی دشمن تان است مگر امو کسی که دشمنی میداره علنا او هم روی خودم میپوشانه و کسی وقتی گرفتار هم میشه روی از اینا پوشیده آدم نمیدانه که دشمن افغانستان اگر امو آدم در یک محل عام جلوی تان قرار بگیره باز هم شما نمیدانید که آیا دوست است یا دشمن است و طالب علاوه از اینکه با یونیفرم عام مردم افغانستان از لباس تا ریش و سلاح و کلاه میشه یک نفر طالب باشه تو یک یونیفرم خاصی به تن ندارن که شناخته شوه و به حساب انگوشت گذاری شواب بنان در پهلوی از او یک انسان از روی شناخته میشه از چشم او را هم اینا پنهان میدارن از انظار مردم بسیار جالب بود و او کلپی از او نزد ماست اگر لازم شد باز میاندازیم مگر میریم با سوابق افغانستان دوستان عزیز یعنی افغانستان پر از تاریخ 36 و 38 سال یا 40 سال ما و بسیار سخت خون پر است بسیار دل خراش است خاطرات بسیار بد از این سالها افغان ها دارن از اون سال 78 که من باید دارم و در امریکا بودم احوال بد به گوش می رسید تا این دم من تو یک خبر خوش از افغانستان به گوش من نرسیده که در اونجا پیشرفت است عالی است برادری است حکومت سالم روی کار آمده و بازخواست است و عدالت است و نسبت به دیگه حکوماتی که قبلا ما داشتیم یعنی پیشرفت و تعالی رونما گردیده سواد مردم بالا رفته این حرف از افغانستان رخت بسته و چندین مرحله افغانستان در جنگ قرار داشت در جنگ علیه شوروی سابق بر قدرت بعد از او جنگ داخلی و جنگ طالب و بعد از او قوای ائتلاف اشغال افغانستان حکومت دست نشانده حامد کرزی تحمیل حکومت پای در پای بعد از او آقای اشرف غنی یعنی این سلسله را ایستا ایستا آدم ببینه بسیار پرخون بوده بسیار دردناک بوده ما یک کلیپ برای ما رسید از قتل افشار یا فاجعه افشار شما باور کنید ما دیشب گریستم همین خوارکای ازاری ما که اطفال از اونا زیر خاک است و این خانم بالای می خاک افتاده فریاد میزنه که طفلش زیر خاک افتاده یک طفل یک ازاره در بغل در آغوش از او است و مغزایش هم تو برآمده با شما وحشت رو میبینین که یک انسان بالای انسان متحمل میشه و راستی بسیار دلخراش حالات افغانستان گذشتانده یعنی جنگ های کابول میان وحدت و شورای نظار و حزب اسلامی این اگر شما تصور بفرمایید در یوتیوب هم هست و برای من فراوان کلیپ ها میرسه از امون دوران که چی حال بود در افغانستان یعنی در امون جنگ های کابول در حدود میگه 80 یا 90 هزار کابولی غیر حق و به یکی از احزاب هم تعلق نداشتن مردم عام افغانستان به قتل رسیدن این فاجعاتی که صورت گرفته جنگ سیاف فرض کنیم با مزاری در کابل بلاسر از او پشتون پغمانی و پشتون ها و ازاره ها با هم افتادن که گویا ازاره دشمن پشتون و پشتون دشمن ازاره
و نفاق را که اینا خلق کردن و مصائب را که اهال مردم افغانستان داشتن الان در خانه یک هزار یک سیافی یک وهابی داخل می شد فرض کنیم یک خانم هزاره را و ناموس از او به عزت از او تعرض می شد چون هزاره است و هزاره هم در برابر پشتون اقدمند و زده از اونا و هر خانه پشتون می گرفتن در می دادن و به حریم از اونا تعرض می کردن. افغانستان در یک آتش و شعله بسیار دردناک آتش بعد از خروج قوای سرخ در مرحله دوم قرار می گیره که در اونجا روس ها نبودن، شوروی ها رخت بستن، از افغانستان فرار کردن، مگر خود افغان سخت کوبید، سخت افگار کرد و وحشتی را که افغان بالای افغان آورد و تا امو قوای سرخ در افغانستان یعنی به او حد ظالم نبودن که خود افغان خود افگار کرد و او در کلیپایی که برای ما میاد بسیار دلخراش است. یکان بار میخوایم او را پخش کنم، باز میگم نه، امی یک افغان ما را در منزلشان نشسته، عشق از خون یا خون از چشمش جاری میشه، بسیار ثانیات بدی را افغانستان سپری شده کرده و خاطرات بسیار بدی از این دورانهای تاریخی که تحت عنوان هورا و لنین و حق کار و کارگر و بالاخره تحت لوای اسلام و بالاخره اسلام شدیدتر طالبان و بعد از او آفتاب دموکراسی و آزادی بیان و پول و دارایی و شناخت بین المللی بالای افغانستان تابید، مگر در امی طول 14-15 سالی که علیه ترور و تروریزم چراغ امریکا بالای افغانستان افتاده، یعنی واقعا فاجعه آفرین بوده، جایی که عمران و آبادی و پیشرفت و تعالی و راستی واقعا دموکراسی و معنای اصلی از او در افغانستان پیاده می گردید، متاسفانه عکس از او دموکراسی به منفعت و کسانی که در ارگ و رده های حکومتی تکیه زدن به اونا تعلق گرفت. پولهای بیرون، تعاون و کمک جامعه بین المللی به افغانستان به اونا تعلق گرفت. افغانستان آباد نگردید، هم افغانستان ویرانه گردید، هم فرهنگ افغانی مخروبه شد و بالای مغز و فکر افغان سخت بازیها صورت گرفت و امروز یک کالبد بیش افغان نیست. امورا هم یک چند نفر نمیدانم با هوش هستن یعنی میخواین امو کلمه افغان هم بردارن، که امورا ما طرفدار یمی هستم که دیگه نام افغان نگیرین. واقعا امو کسی که میخواه اما تو که آقای اشرف غنی اسم قوم و احمد زیی و اینا را عار داره و برداشته و به زور و توانایی امی ازبک و پشتون و اینا روی کار آمدن و بالاخره ای اسمایی را که در طول تاریخ افغانستان و حتی خداوند گفته که شما را به قبایل و اقوام و تقسیم کردیم که شناخته شوین و کدام رجحانی نیست، صرف وسیله شناخت شماست که کی در کجا زندگی میکنه یک هویتی برای شما میده. او را هم پشت پا زد و کلمات قوم و مامزی و احمدزی را برداشته به شکل شعاری و تفننی و تجملی که گویا آقای اشرف غنی قوم پرست نیست، جانبداری از این و آن نمی داره و در یک قرارگاه پلیس در داخل شب درای و نمی فهم از کدام زعیم جهان آموخته بود که باش که عمل کردی از اونا چی هست، یا یک خریطه دستی از اونا در کابل
کار یک شاروال تمثیل میداره چیزای شعری و تصنعی که در دل چیزی و در زبان چیزی و در عمل چیزی اینا رو میبینین دوستان عزیز. با عقیده ما یک افغان امروز وظیفه اصلی ما همی است که یک تحول در درون خود افغانستان باید به وجود بیاریم. فاکتورهای خارجی چون پاکستان و ایران و طالب و اینا میشه با ایشان معامله شوه اگر ما قوی باشیم، اگر صاحب یک نظام باشیم، صاحب یک رهبریت سالم افغانستان شوه، باز وقت شما دست و پنجه با دیگه نرم کرده میتونین. اگر شما قیاس بفرمایین که یک شخص مریض است در بستر، رنگش زرد و او را زیر قولش میبردارن بیت الخلا میبره و خودش توانایی را نداره که را بره و از او شما خواهش کنین که بام هم کاگل کنه و صاحب امنیت و سکیوریتی و حمایت از این خانه را هم به دوش بکشانه، توقع بسیار بالا بالاست از تو یک مریض و علیل. حکومت افغانستان هم تو مریض و علیل هست و درونی از او را جز فاسد و تن فروش دیگه چیز احتوا نداشته. و امروز خود عبدالله دوستم و دیگه هم اما تو به صراحت اونا بیان میدارن که در درون خود دستگاه ما جاسوسا خانه کرده و لانه کرده. حتی اونا میگن که از ولایت لوگر آقای سیاف برخواست و گفت که من میشناسم همی کسایی که عملات تروریستی و انتحاری را برای می اندازن در کابل توسط موترهای شیشه دودی از ولایت لوگر و نمیدانم بودخاک و دی سبز و جایا با کابل داخل میشن و ای وحشت بار میاره و اونا هم خبر دارن، شهادت میتن و منابع از اون میدانن. آقای دوستم و آقای عبدالله هم میدانن که در درون خود دستگاه حکومت از درون حکومت یعنی همه حملات انتحاری و جانبداری پاکستان یعنی عمل میشه، مگر آدم معرفی نمیشه، به دادگاه کشانیدن نمیشه و یک حالت خاموش مگر اعلان شده را ما داریم دوستان عزیز. اگر اوتر باشه که طالب خود حکومت حمایه میداره، آدمای خود حکومت افغانستان یعنی حمایت میدارن و راهسازی میدارن، دیگه ای کسانی که تلف میشن در حملات انتحاری قصور از حکومت افغانستان است. آقای عبدالله باید اونا را معرفی بدارن، آقای اشرف غنی باید به صراحت بگوید که فلانی وزیر، فلانی مدیر، فلانی والی یا فلان ولی اینا مقصر هستن، عملات انتحاری را برام میاندازن، طالب را میارن به کابل در یک موتر شیشه دودی بگویم یا تاریک و یه عملات را سازی میدارن. وقتی خود حکومت بالای خود شهادت برسانه که ما هستیم، در درون ما آدمای هست که جانبداری از پاکستان و طالب میداره، دیگه جایی نمیمانه که یک نفر دیگه با انتقاد کنه که طالب چطور توانست از این همه بنادر صعب العبور داخل شوه و کمربنده را بشکنانه و داخل حریم یا کشلی عسکری و امنیتی داخل شوه و پوسته ها را رد شوه. یقینا یک دسته هست در درون که اینا را حمایه میدارن و اینا را راهسازی میدارن، رهنمون میشن، یک دست داخلی کمک میدارن. او را حکومت هم بارها اقرار کرده و آقای دوستم و آقای عبدالله هر دویشان فرمودن یه حرفا. وقتی اطور باشه مثلا یک کمک مغلق میشه و ای که یک سرا ما شعار یک تایی میتیم جایی که بپالیم که طالب کی آورده. امیال اگر اوتر باشه ای شهادتی را که عبدالله و آقای
معاون اول ریاست جمهوری دو رتبه بالای حکومت هر دوی از اینا اقرار میکنه که در درون ما در درون حکومت طالب حمایه میشه. پاکستان برای پاکستان جاسوسی و راپور و استخبارات میشه. خب بیاین شما حکومت قایم بگیرین که در ایشا شهید ای 400 نفری که زخم برداشت و تلف شد و خویره خو شما حکومتی ها کردین با طالب دستان یکی است. با پاکستان شما را دارین طالب و پاکستان حمایه میدارین. دیگه شما گلی شما از پاکستان و دیگه و دیگه باز به درجات دوم میاد چون در درون خود حکومت شما یه مهمش این خبرهای بیشتر تازه است و خود از اینا فرمودن و ما میخوایم کلیپی از اونا را پخش کنم در پروگرام های بعدی که شما خودتان بشنوید. دوستان عزیز بالای همین مسائل و آنچه در افغانستان میگذره میخوایم نظرات همه را داشته باشم. لطفا مختصر صحبت کنین وقتی روند عادی تفاهم باشه. ما برادر نه قطع میکنم نه غرض دارم در چوکات یکونیم دقیق و دقیق تعیین شده بیاناتتان بدارین هیچ پرابلم نیست. آرام آرام نیست دوستانه رفتار میکنیم و مجرد که دیدم یک نفر یک کس فحش و ناسزا میته و قهر است و عصبی است باز آدم عصبی رو مولا برادر معذرت میخوایم برای قرار خواب شوه یک استراحت کنه یک دوای خواب بخوره یک چیزی کنه جایگاه از او باز پیام افغان نیست. بله سلام علیکم. خطاب صاحب عرض سلام ادب. و علیکم سلام بفرمایید. خود تو تمام شنونده و بیننده نظرم اولتر از مسعود تشکر میکنم که می آواز ما را در سطح سر دنیا به گوش شبانا میرسنی. این بزاد خود کلانترین خدمت است و قسم کمی تاریخ تقریبا چند سالی افغانستان را خود تشریح کردی. البته تنها امروز نیست که جان کی رفته در مابین عبدالله و اشرف غنی یک وساطت کرده این حالا به یک چه رئیس جمهور یک شخص باید مقرر کرده. اگر خوب متوجه شیم از چه سال به این طرف یعنی بعد از داود خان کابینی ما و پیش از پیش یک مملکت دیگه ساخته شده باز در افغانستان پیاده شده. چنانچه وقتی کمونست آمد کابینی از یا پیش از پیش در قصد کرملین در مسکو ترتیب شده بود. چنانچه یک آدم قسم خورد گفت ببرک یک روز سر گلابزوی قار شد و گفت از وزارت داخله پست میکنم. گلابزوی پس بسیار به جرات برش بود گفت والا اگه پدرت مرا پس کرده بتانه تو را امروز شانده مرا امروز شانده تو را یک وظیفه داده مرا دیگه وظیفه داده. همچون در دوران مجاهدین اگر میدیم خطاب صد اکرم زکی معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان آمد کابینه را پیش از پیش اینا در اسلام آباد ترتیب کرده بودن بعد از اینا در کابری را پایان کردن. اما تو سمه به سمه این همی چیز از 40 سال تقریبا به این طرف در افغانستان دوام داره و قسمی که از گفتار خود معلوم میشه به مراتب معلومات خود از خود که از جامعه تر است. لطفا اگر خودت یا یک نفر دیگر این رای بیرون رفته دیده برای ما نشان بده که از کام را پیش بیم که اگر امی بدبختی از افغانستان پس شود اگر به یک مظاهره یا بیگرنمان در پوشی استیت دپارتمنت یا در پیش ملل متحد اینجا باشه خواهی نقل موانایی که در ورجینیا و در واشنگتن و همه ما زندگی میکنیم حاضر هستیم که مت یک مظاهره را براه پردیم. اگر میگین که نه یک غریزه به حکومت افغانستان تقدیم شوه قرار فرموده خودت که اینا اگر امرای طالب دست داشته باشن چطور طالب در داخل شهر کابل داخل شده لطفا اگه این رای بیرون رفت چه بر من نشان میتونی میره از خواهش میکنم. رای بیرون رفت بیادر همی است که کوشش کنیم صحبت کنیم افاقی حرف بزنیم. وقتی در درون خود افکار ما یک تغییر آمد خود مغز انسان است که دنیا را تسخیر میداره راه ها را سراغ میداره صحبت میداره. همین نعمت کلانی که تلویزیون و جهانی با سراسر جهان میرسه امروز آقای دوستم از فاریاب در این حالت بد و داغ جنگ که هر دقیقه ساچمه زیر گوشش پخش تیر میشه خودش هم گفت او تلویزیون میبینه تلفن میکنه و در لاین تلفن داخل میشه و صحبت میداره. این معنی از این که مطبوعات محصر است خصوصا این تلویزیونی که من با چنگ و دندان و یک مشکل با پیش میبرم و از این وضو دامن گدایی را گرفتیم و برای خدمت افغانستان است. مرا یک نفر بگویدم زندگی خود ما برای خود حیات شخصی و روند زندگی و
از اوکی خود هیچ یک روز خداوند مرا احتیاج نساخته که یک پول از کسی به صورت انفرادی قرض کنم. درست است از بانک ها و اینجا برای خانه و موتر و اینا چیز عادی است، مگر اینکه من رفته باشم که برادر من یک چند روپیه بتی کار دارم یا افغان یا برادر عزیز، هیچ وقت خداوند مرا احتیاج نساخته. وقتی در سرویس مردم قرار میگیریم، ما کچکول گدایی باز در گردن ماست که حالا اعلان بفروش و نمیدانم ساعت تلویزیون است و که عضویت است. از امی آقای قیام بهار، بهار قیام، یک ده بار پرسیدیم که اگر امی لطف کنین یک عضویت تلویزیون داشته باشه. و والا بیادر من اینجا یک تعمیرات دارم که او فروخته شد، باز من همی $350 یا $400 میفرستم. افغانای ما برادر به اگرایی که او برای رهایی افغانستان است، در چراغ تیل بیشتر به مشکل، مگر بعضی ها هستن سرشار. ما به خدا دمی لندن یکی از دوستای ما هستن دولت زای صاحب جی صاحب افضل، او را گفتم رو رو در کارتی چو چه و هر چونه چرجه یه چرجه که در ایتا تلویزیون در پارا خوب رو هر شاید سیزه لرم دیتا ایدی. یا فرزن بعضی دوستای ما در نیویارک من کارت خود $1000 و $2000 اونا رو ما چارج کردیم که همی تلویزیون به پیش بره. یا یک اعلان فوتی را قرات می دارم، برای یک مردی افغان دعا می دارم، یک چار قران در دامن تلویزیون می ریزه. و این یک حرکت است که و شما می دانین که تلویزیون خصوصا سمی و بصری معصیریت عزیب از سزاست برای روشنگری. برای اونا میگن که امو بهترین و بزرگترین ستون یک محاربه مطبوعات است، او را به دست دارین شما. بیاین از یک از امی رسانه افغان بیاین صحبت بدارین، افغان بیاین یک پرسی سیاسی را برا بیاندازین. این خو مراحل افغانستان شما ببینین. داود خان بود کودتا کرد، بعد از 3-4 سال برداشتن شرفت همیتو کمونیستا، بعد از او حکومت مجاهد و این مرحله را تشریح کردم براتون. مراحل بعدی در پیش است که او را ما نمیدانیم، مگر بیاین که تاریخ بسازیم. بعضی ها مردم کلی تاریخ ساز داره، توده ها را نجات میده، برای خدمت مردم یک برای خود هم در خدمت قرار داره، خودم خوب آرام نگاه میداره، فیضش به دگاه هم میرسه. بعضی از خود بسیار خوار و ضعیر و در زندان مندازه، برای رهایی دگاه خود زندانی میسازه که دگاه رها شوند، مثل مندلا و نمیدانم بعضی کسایی که در طول تاریخ افغانستان. همی آقای فیضانی پسرشان آقای مذهبی سه یک فامیل شریفی هستن، اینا قبلگاهشان آقای فیضانی برای همی راه اصل اسلام که با حکومت وقت تکر میکد اکثر زندگی خود در زندان گذاشتند. آقای هاشم زمانی در سان فرانسیسکو بودن، خداوند بیامرزشان، اما حیاتی از اونا در زندان سپری گردید، یک شخص انقلابی. اینمی مردم در طول تاریخ بعضی ها زندان ها را بندی خانه را دیده، خود در بند انداخته که دیگه آزاد شوند، قربانی ها سپردن. متاسفانه ما قربانی نمیتیم، مگر هر چیز می خواهیم مطالبه کنیم و بسیار زود مطالبه می داریم. اینجا از امی طریق، از امی تریبیون وزن گپی افغان بسیار زیاد است. اگر خوب هم مندازین در یک ظرف بسیار پاک و درست و اگر بدتان هم داخل می سازین، من خواهش از افغانه ایست که بین افاقی صحبت بدارین. بعضی ها حرفای مرا نمی دانن. امی تاپاهاست که طالبی است که پاکستانی است، این مود روز شده. فردا بازی من در افغانستان بودم در وقت پرچم و خلق و کسایی که طرفدار دستگاه حکومت و یا نمازخان بودن کل گیره می گفتن یا مرتجی استن. روشن فکر یک پرچمی بود که کتابای لنین و اینا را میخوان، او بسیار سر زبانا بود و جملات تاجیکی میگفت و لغات که کتابی را که از ایران میامد و از حزب توده مطالعه میکردن و زباندار بودن و سر استیج میتانستن یک چیز کلماتی بگوین، او بسیار مود روز بود. بعد از اوی مجاهدین که آمد و مویای چرب و یک کرتیگک و صاحب یک پاچه یک بالا و یکی پایان، او دیگه بسیار مود روز شده. در وقت ظاهرخان
کسی کرتیای دوسینهی میپوشید و یک شپو و صاحب سیگار در دستش میبود و بیشتر سردار بود و بادار بود و هر چیز از خود یک مود روز داره. امروز مود روز همی است که هر کس پاکستان زیاد دوزد طالب دوزد و بیشتر محبوب میشه، مگر به خبر از این که توطئه ها عمیق‌تر از این است. ما بارها گفتیم اول خب دو فحش و ناسزا درست نیست، یک شخص معقولی حرفا را نمیزنه، آدم به اصحاب آرام مطالعه میکنه که چی به نقص ما است چی به منفعت ما هست. ما باید انتقادم بگیریم، تمجیدم کنیم، تقدیرم کنیم. یعنی یک وسط نظر میگه یک نفر منور هست، وقتی فکر یک نفر تنویر بود، تاریک نبود، معنیش چیست که روشنی میاندازه بالای بسیار چیزها به صورت افاقی. یک شخصی که محدود و منوط باشه به یک حزب، به یک فکر خاصی و دیگه هیچ چیز نپذیره، منتل بلاک داشته باشه، او باز بسیار بیچاره و عاجز یک نفر از دنبال راه است. بالای اونمو اولاغی همو ایرسوار کردم و حزب یا تنظیم هر طرف که او رفت یا هم خر مولا نصرالدین واری باید برادم پشت سر حزب، او بیچاره میشه، بدبخت میشه و خداوند هم امور جزا میده کرکرانه از مغز چرا استفاده نکرد. بهترین شخص همو است که با یک حزب یا یک تنظیم یا یک روش هم میباشه، اگر در اونجا کدام غل و غشی میبینه مقاطعه کنه و زده از او عمل کنه. از پیغمبر باید بیاموز آدم، از عیسی علیه السلام. موسی علیه السلام در خانه فرعون از طفولیت او را شیر داد، خانم فرعون او را پرورید، بزرگ ساخت. مو آدم با ساچوب خود او را در رود نیل غرق کردش. مسئله خدا و فرعون در میان بود. امروز شما تنظیمایتان فرعونی شده، شما زده از یا باید بیستید. رای حلتان همی است که زده همی حکومت بیستید، زده همی دستگاه باید بیستید، زده ای کسایی که اینا را آورده باید شعار بتین. امی حکومت کی آورده؟ این بلا را کی بالایتان نازل ساخت؟ خو سب دیویژن میشه. اول خو کلان امی عبر قدرت ها آمده افغانستان اشغال کرده، حکومت فاسد و بدبختی ها را حاکم ساخته و بعد از او سر گیت امریکاست پاکستان و طالب هم از پاکستان نشأت کرده، اما که مجاهدین از او طرف می آمده. از ایران هم همینطور کشورها در اونجا دست داره. به تو باز وقتی مسائل ببینین، باز مسئله همه را ارزیابی کنین، بالای طالب انتقاد کنین، بالای پاکستان انتقاد کنین، بالای ایران، بالای همه. تو یک سره اگر در یک چوکات از یک سوراخک شما را شاندک سیل کنین، دیوانا و یا خندک کنین، گریه کنین، او درست نیست. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. و علیکم سلام. نیوالا دستی مختصر را تم میربانی قربان دشن خبر دیجاشم دید پر خودی تو که واقع دلی دست چلی و مختاب سر رو تم دویایم چی پم در حکومت که هم دی حکومت مشکلی هم دی امریکانو سا کارتو هم دی اسلام پنام خرک تشوی کیوی نه اصلا چیوی هایی که دی انتحاری عملیاتو دی پارا یکیم پا خدای وکر نن پا افغانستان که دی مذهب پا زید باندی یعنی دیگر هر که دیگر پس بید بانده پیوار دیگر زنکی در افغانستان دیگر ها دو پارا کار پای دو علمو نن طول به خلیج مزدران کردی دلید نن در که پا افغانستان که دیران مزدران دیگر که دی پاکستان مزدران دیگر که دی سعودی عرب دیگر ولی که نن دوینه چه که طول جهان اسلام که چه قبضه کردن هم در دی پیستلا دی وحابیت مکتب دیگر و دی وحابیت دی مکتب دی پارا در علمو چه نن پا در فرشیدو که غیگی تا پا کروا نن که دایش دی که القایده ده که پا هر نامه دی نن ده افغانستان هنی ولی ده دنیا تو هو سر پوری اول ده ده حمله پا مسلمانان ده چه مسلمانان مشتف شوی دی کپیر شوی دی هدی که مینه دی مینم سرونه ویل که اینن پا افغانستان که یه دیگه علماء وزیفه ده کریتی هم ده هنیفی دی ده ده هنیفی مذب فیرهی که نن اکثریت ده افغانستان هلی بزه بدی ده ولی وحابیت ده اغوار کردی لرکه چنن پا تلویزیون که ده تو نتس کوونه یکیل پا خدای وکا وحابیت تبلیغکی شرک دی شرک دی شرک دی که مینه دی مینم چه خلق زونه رو بکایی بخلو که اینی چنن ده افغانستان بخوره که دهش چه داخل شا ده پخفل دو ملانو ورت زمین هم سایده کری ده پا افغانستان که ده دون ده وقا مقابل ده امریکا که وزدی پا مقابل ده امریکا که مبارده وکا لیکن ده فقط ده مذهب پا زیر بانده نن که در خلق یعنی زنن عبدالظاهر دایی دی پلانکای دی پلانکای دی دیرم انا نسر اکثر اینن ده وحابیت ده سوری عرب نپای
او ډیره مننه خو وهابیت هم د وروره د ایران حکومت چې تاییده هغه هم ده هلته هم بدعت ده وروره د څاګانو کې چورته وایي هغه امام زمان پټ ده ته هم چې ایران ته لاړ شي ته خو هم شویه یې که نه باید په همغه کې یو کورتۍ واچوي پیسې واچوي بلکې چې هغه امام صاحب ناست ده او بیا ته دعا کوي همدغه مشهد کې امام رضا له هغه نه باید تا وکړي که په هغو عقیده یې او که نه یې ګرځېدلی یې بیا نه هغه چوکاټ کې کوي هغه ده وروره ته موافقي نه غږېږي ایرانیانو طرفداري کوي همدا دې حکومت دې اخوندي هغو باندې چې یو شی راشي ته هېڅ نه وایي داسې مه کوي افاقي مې وویلې چې ازاد غږېږي که په دین وي که په سیاست وي ازادي د افکارو ولري بلې السلام علیکم الو بله سلام علیکم الو الو سلام علیکم و علیکم سلام چهال دانی خطا سایم و خوب استین بفرمایید صحبت خوب است خیلی خیلی شما خیر خیلی ما از نروژ زحمت میتو سپا هستم من میخواستم نظر خود در مورد وضعیت افغانستان که متاسفانه بسیار پریشان کننده است بگویم مطلب ای است که خطاب صاحب این کسایی که از خارج از آمریکا و اروپا و اینجا رفتن به افغانستان یک شعر بسیار بال از یا صدق میکنه میگه که این وطن دوستان که میبینی مگسان هم دور شیرینی اینا مگس های هستن که به خاطر شیرینی اونجا رفتن شما فکر بکنین که از آمریکا خیسته رفته از اروپا رفته مثلا فکر کنین مجددی این بزرگ از یا چه خاطر مجددی اونجا در افغانستان است به شرافت غیر از خون خوردن مردم اگه دیگه هیچ هدف مجددی و اولادش باشه کسایی دیگه که از آمریکا رفته اونجا فقط سر زمین ها را غصب بدن شرک ها ساختن فروخته میرن دپارتمان ها ساختن فروخته میرن و به این شکل دیگه قرارداد ها را گرفتن و به همسال گوناگون اینا خون و ملت مظلوم ها میخورند خب این مسئله را هم یک طرف میمانیم حالا ببین قضاوت کنیم ما و شما که وقتی که روسا در افغانستان بود طرف مقابل روسا مجاهدین بودند همه شاباس میگفتند همه حرفا گونا به ضد اشغال میجنگیدند حال هم اشغال است کدام فرق نداره بدتر اشغال بدتر است نسبت به وقت روسا همه و همه اونوایی که به ضد اشغال می جنگند اونا را میگن که تروریست هستند این هستند و آن هستند و این حرف هست اینا یادشان رفته که به هزارها مکتب سوختاندند در اون وقت اینا یادشان رفته که به هزارها اعضای فامیل مردم را کشتند که بچه در روسیه درس میخوانه بچه مکتب میره این و آن و این گفا حالا طالبا که به ضد اشغال می جنگند طالبا تروریست هست و این هست و آن هست و این حرف هست حالا میاییم سر از که آیا طالبا خوب است یا این حکومت فعلی این سیادترین دوره تاریخ افغانستان به یادتان باشه تا ما و شما زنده هستیم از این که در سیادترین دوره تاریخ نخواد بوده تاریخ افغانستان مسئله دیگه ای که میایم مقایسه میکنیم یا را با طالبا ما طرفدار طالبا هم نیستم ولی میایم ببینیم که طالبا در وقت طالبا چه حرفایی در افغانستان کدام ارزش ها وجود داشت با وجوده که مردم مطب نمیرفت و یرفا مثلا در وقت طالبا حاکمیت سراسری در تمام افغانستان قائم بود یک هر صلح و امنیت در افغانستان تا چی بود دیگه هر وحدت ملی تقریبا در وقت طالبا حاکمیت داشت در افغانستان دیگه هر قانون که بسیار زیاد تطبیقش و احترامش در کشور مهم از در وقت طالبا وجود داشت حرف دیگه حالا بیاین دستاورده از این مردم ها میبینیم خب با وجودی که در وقت طالبا مکتب نبود اینا او چرا نبود مکتب این چیزا به خاطر از اینکه همه بودی جای دولت بانکا را چور کرده بودن هیچ چیز نمانده بودن برای طالبا که طالبا بتونه یک کار بکنه بنام طالبا هیچ چیزی با دست خالی چیزی دارستن بکنند هیچ چیزی و مسئله دیگه که طالبا خوب مردم های تحصیل کرده نبودند در امریکا درس خوانده بودند در اینجا اونجا درس خوانده بودند که از اونها توقعی بالاتر میرفت از اونمون چیزی که بودند در وقت طالبا همه مردم های اطرافی از گوشه و کنار افغانستان آمده بودن جمع شده بودن بیشتر از اونا کس نمیتونه انتظار داشته باشه و دیگه اقتصادی هم قوی هیچ چیزی نداشتن طالبا امکانات نداشتن خب حالا میگذاریم اوره میاییم سر وضعیت کنونی ده چی میگونیم ببینین شما تا 3 میلیون
مکتب ها درست است که حالا هست، مردم میرن مکتب و مردم میرن فاکولتا و اینا، ولی در پالوش سه فرهنگ به کلی نابود ساخته، وطن فروشی، ضد افغانی بودن، ضد ارزش های افغانی، ضد ارزش های دینی و مذهبی، ضد ارزش های انسانی به فرهنگ تبدیل شده. بله بله بله. مسئله دیگه، سه میلیون، بیشتر از سه میلیون جوان ما و شما اونجا چی شده؟ معتاد به ایروین و ایرفا شده. ایره نمیتونم در صد سال کسی جبران بکنه، در صد سال. خب زیادتر وقت نیست چون بله بله. میدانم بیشتر مردم سر 150 بیلیون دلار عایدات، امین تولید مواد مخدر، بیلیون دلار آمار آمده که از افغانستان صادر میشه مواد مخدر. به هر حال بعد از اینکه برگردیم دوستان عزیز، یک گوشی 30 دقیقه‌ای همین فاجعه افشار من نمیخوام همیشه ببینین، بیشتر دلخراش است. صرف با یک مثال یک 5 دقیقه از زور شاید ما پخش کنم و دیگه از زور میتونین خودتان در یوتیوب داخل شوین سراغ کنین، بیا بین همگون بیشتر حالات دلخراش رخ داده در وقت مجاهدین سربکف امی سیف خانی که داد از عدالت و دین اسلام میزنه به دست امی فاجعه افشار، از دست امی مسعود و چوته بدماش امی آدم چی بلست سیف از رخ داده و این شما ببینین بسیار جالب نیست، بسیار جگر خون کننده است. ما مجبور استم چون وقایع افغانستان ثبت تاریخ شده و سمیع و بصری است، اگرچه کوالیتی شو خدا بیشتر خوب نیست، مگر شما میتونین عدس بزنین که چی گذاشته در افغانستان. یک چند اعلان رفته و بعد از او بر میگردیم، شاید در میبودو یک 5 دقیقه صرف باعث یک مثال برای شما میخواییم برسانم. لطفا با ما باشید. در بیش از 15 سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر در سراسر جهان با استفاده از دستبند مغناطیسی به شادابی، انرژی و تحرک بسیار بالا رسیدند. دستبند مغناطیسی را به دست خود کنید، پس از فقط چند روز شاهد تأثیرات شگفت‌انگیز آن باشید. هنگامی که تعادل بین یون‌های مثبت و منفی بدن ما از بین می‌رود، ما احساس بی‌حوصلگی، خستگی، کمبود انرژی و درد می‌کنیم. دستبند مغناطیسی انرژی طبیعی بدن را به حد اکثر می رساند تا بدن تحت هر شرایطی احساس خوبی و راحتی کند. اگر از درد شانه ها، پاها، سردرد، بیخوابی، بی‌حوصلگی و خستگی مزمن رنج می برید، دستبند مغناطیسی چاره کار شماست. زندگی بهتر و احساس راحتی با دستبند مغناطیسی. بهبود سیستم ایمنی، بهبود سیستم گردش خون، التیام درد در نقاط مختلف بدن، افزایش انرژی، تنظیم خواب، تقویت حافظه با دستبند مغناطیسی. امروزه کسانی که سبک زندگی سالم را انتخاب می کنند حتما از دستبند مغناطیسی استفاده می کنند. تلفن سفارش 818-884-7018. میدیم رگلر کافی از شما خامو ابجوش هست. بله مثل همیش خودت میفهمی. Can I also have a small hot water please? هیچ چای با چای نازو نمی رسد. چای نازو، لذت در هر پیاله. لویوز بلانک یا کبوتر سفید بوتیک.
لویز بلانک یک نام آشنا و معتبر در مد و دیزاین پاریس در شهر هامبورگ جرمنی. لویز بلانک با بهترین کوالیتی، آخرین دیزاین های مرغوب و شیک، البته با قیمت های کاملا مناسب، فروشنده پیراهن های زیبای عروسی، نکاح، شیرینی خوری، لباس های شب، لباس اطفال، با آخرین مدل های سال 2015 و 2016 از شما پذیرایی می نماید. لویز بلانک بوتیک با گشایش تازه خیش تا 40% تخفیف در اموال را برای رضایت خاطر شما مشتریان عزیز در نظر گرفته است. با خرید اموال خیش از لویز بلانک بوتیک کیفیت و شیک بودن را امتحان کنید. لویز بلانک بوتیک با مدیریت عزیزی با نشانی های زنگ در خدمت شماست. There's an important Islamic tradition many people overlook. Sharing meat with the poor on Eid al-Adha, in Urdu and in Persian, is called Qurbani. In Arabic, it's Udhiyya. It's about the story of the prophets Ibrahim and Ismail when they passed the test of greatest sacrifice and Allah replaced the boy with a ram. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam shared meat with the poor at Eid, and it's a great blessing for the people who really need the meat you send. Give Qurbani with Islamic Relief USA. به هموطنان عزیز مقیم شهر فرانکفورت و اطراف آن، خوراک فروشی قندهار بازار که مغازه جدید خود را در سایزهایم شهر فرانکفورت افتتاح نموده، به خاطر سهولت هرچه بیشتر شما عزیزان با عرضه نمودن خوراکهای پخته و خام، میوجات خشک و تازه، لوازم خانه و آشپزخانه، انواع مختلف شیرینی ایرانی و افغانی، انواع و اقسام برنج های مختلف و شکل عمده و پرچون، انواع و اقسام مصالحات، سایر وسایل تخنیکی و الکترونیکی با قیمت های مناسب و نازل عرضه می دارد. آدرس پاپن ویزه 58 سایلزهایم شهر فرانکفورت. شماره تلفن 069-59-600-121. ماجیک تل قیمت ها رو میشه کند. ماجیک تل مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا و کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه 3.9 سنت، با افغانستان دقیقه 19.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تلفن ماجیک تل در آمریکا 1-800-267-1350، یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در لندن 0203-608-4800. magictelus.com. گران دوستان و سلامونه و احترامونه، بیا هم در پروگرام جریان لري تاسو په خدمت کې د افغانستان په وقایع او غږیږو، او رښتیا هم تاسو عمیق تحلیل زلرم هرې کیمیا چالنج کنه لطفا بیا مهرباني کنم، بسیار خوش میشم چې از دې طریق پخش میشه. بسیار دوستانه و برادرانه
با هم تفهیم می‌داریم جای خصومت و عبدالزادگی و کدام منفعت شخصی انشاءالله در میان نیست. آنچه از ما سوال دارین، ما دیروز برنامه دریچه اروپا را می دیدم. در اونجا بسیار جالب بود، یک آقای فکر میکنم جوان است یا ناجوان است، بسیار ناجوان مردانه، بسیار جبونانه، غیر افغانی و غیر اسلامی داخل یک پروگرام دیگه میشن و از یکی دیگه مزمت میداره که خطاب در دو ساعت نمیدانم چی گفت و چنان گفت و اینا، مثل که ما غیب باشم، هیچ نباشم و این برنامه هم موجود نباشه و در اونجا داخل شو. اما مگس وار اینجا بخی و چتلی کو اونجا این کارا رو نکنین، لاینا باز است، اینجا بیاین برای ما بگوین که اینی حرفا رو زدی که من براتون صحبت کنم یا بگویم که آیا همی چیزی که شما میفرمایین ما هم نظر هستم با همون چیزی که شما انتقاد دارین یا نظر ما مخالفی از اوست و با هم تفهیم بیکنیم. یک انسان خب مغز داره و زبان داره، انسان حیوان ناطق هست، با نطق و بیان و منطق یکی دیگر قانی میسازه، با لغت زدن و شاخ زدن گاو و اسب و الاغ وارد خونه میشنیم. من ما چلنج میکنیم برنامه راسن مستقیم لاینام باز، بین این سه چهار لاین ما امیال خالی است و میتونین دراین و صحبت کنین. مگر ای که از این تلفن تلویزیون برای و پروگرام باز یک برنامه دیگه تلفن بزن و باز چی میگه سفره یک کس دیگه را هموار بساز، این کارتان هم دشوار میسازه. شما پاسخ نمیگیرین یا نمیخواین پاسخ بگیرین، همین شهامت و جرأت کس نداره که البته روی روی با همون شخصی که انتقاد میداره بالای از او را بعد انتقاد بگیره و بیایه مستقیم با امرایش صحبت کنه. شما باید مرا از یخن بگیرین، رفتین یک کس دیگر از یخن گرفتین که او ما چی گفتیم. ایره میدانین که چقدر جبونانه و چقدر یعنی چی میگه جاهلانه هست همی که شما از گله از یکی دارین و از یخن یک کسی دیگه گرفتین یا با او مفاهمه میکنین که او آدم میتو کد، مثل که همون یک طفل در یک محل در یک خیابان یک چند نفر لطوکوب میکنه، باز می از دامن کاکا و عموی خود قایم میگیره که مرا فلانی لطوکوب کرده. مستقیم بیاین اگر شهامت موجود است. عمو برنامه سازم کسی که شما از اونا یا گله دارین یا انتقاد بالای از دارین، من میگم همی اصلا مراعات کنین، هیچ وقت همی زمزمی یکی رو به دیگاه نرسانین. مستقیم باز خصوصا این تلویزیون مستقیم لایف پخش میشه، من بسیار خوش میشم. من هم کسی که بالای من انتقاد دارم از اون میخوایم بیاموزم و تعریف تمجید من رو خواهد کس کد کرد، اگر نکرد ما قدر نه بسیار متحصر میشم و نه بسیار مباحات خواد کردم. اگر ما اونا کسایی رو تشویق میدارم که تلفن بزنن که با هم یک اختلاف نظر یک نظر سیوم به وجود میاره، یک باور جدید تولد میشه از تضاد افکار. و این خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمونده که یعنی تجانس یعنی تفاوت باورها یا اختلاف نظر در امت تو یک نعمت هست. برای با یک منظوری با یک منطق پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که یعنی وقتی اگه همه با یک راه برن شاید اون بیراهه باشه و با یک راه نادرست برده، اونجا باید تضاد موجود باشه در نظریات که مردم توجه کنن، مغز خود به کار بیاندازن. بیاین همون کار کنین. ما یک کلیپ دارم فرزاد جان، امور برای یک پنج دقیقه از او را میخوایم ببینیم، بیشتر از او توانایی دیدن از او را حتی خود من ندارم. شما باور کنید دیشب من گریستم، اشکای من ریخت، من نتانستم حتی همین ثانیه را من ببینم. این ثانیه افشار یا فاجعه افشار یکی از دوستا معمولا کلیپ ها را میفرستن، هر کدامی از اینا از همین وقایع افغانستان در تقریبا چهار دهه اخیر قدر دلخراش است، قدر انسان در اونجا تعجیز شده و افگار شده و خونش ریخته و بیوه و بیوزن و یتیم و سرسبیل داره که هیچ حد نداره. یعنی راستی یک روز و دو روز نبوده، یعنی وقت طولانی یک عمر یک انسان افغانستان احتوا داشته. لطفا توجه بدارین، بعدا صحبت میکنیم. در مدرسه‌های کاملا دزرته depuis près d'un an dans les mosquées
transformé pour l'occasion en camp de fortune. Ces réfugiés sont des Hazaras, les descendants de Genghis Khan. Ils ont toujours été les laissés pour compte de la société afghane, occupant généralement les fonctions les plus subalternes. بسار خیر شد سای باوان بسار آمد آوان آمد آمد در خانه آمد خود آوان بعد از اون ما در متاکمی ها تاشا بودیم سیافی ها که آمد ما رو بر کد ار کدام دراب میزد در قنداق میزد در قنداق توفن دراب میزد دراب علال میکد در گیرش میامد علال میکد چشمای ما رو بر میکد نفرهای که بود که چشمای ما شر بر کد بیچاره یعنی فقط بیچاره و غریبه گم کد علال کد کشت مردم غریب بیچاره ولی ما رو یا در وحدت چی چی یا در اتحاد چی چی در سیاف ما رو چی ما غریب مردم هستیم یک لقمه نان داشتیم بخوریم آو داشتیم ولی چی داریم پاک بسر شدیم مردم در بدر شدیم Avec la révolution islamique et ses soubresauts, l'armée des Moudjahidines Hazara s'est soulevée contre le gouvernement, provoquant de terribles représailles dont les civils sont toujours les victimes. C'est impossible de savoir qui, quel événement, quel geste est à l'origine de la chaîne inexorable des atrocités. Les atrocités viennent, tout simplement, revêtues du visage effrayant de l'autre, ton voisin, devenu ton assassin. وامرای زنا به نام سر دیگه وامرای زنا جوانای سر برد دیگه چه مکن مصرا که برسته برسته دیگه اونجا یسیر میگرد در آمدن اینا کزن شیشتا بودن در آمدن دوتا خوار ما گرفتن در پیشوی ما به نام سی کدن یا کشا گرفتن که خوان بوله را که دیگه جا که زیاد چی غصا که به غصا که در پیشوی ما کرسین سر خودشون خیستن برا بدن روزی تا کجا روزی مصیبت روزی تا کجا روزی تا کجا روزی تا کجا روزی مردش چین رسیده که خاک نشته مردش در خانه مانجی من اشتا اولا به جایش من ما دیگه اید قصر وقت شد ندارم در طفلا که آش ساله منم کشتم علال کردم چی وحرک گفته او رو گرفتم علال کردم بیا سلاش بیا کارت شد بیا او طفل هفت ساله سلاش از کجا کرد و کارت از کجا کرد پایان بیافه دیگه جنگ پایان بیافه دیگه اصلی جنگ اصلی قرد زنج شکنجه و ظلم کسی که نداره خو یک اعلان کنه که عموما مردم از آره از افغانستان خارج شد یک اعلان کنه مردای ما را اعلان کنه کلگی میره طرف از گرفت مسلمان های حیوان نما حیوان های مسلمان نما که آمد امروز طبقه غریب بیشی از بین رفت بیشی دیگه مزمحی شد راکت راکت باید معبود شد دیگه هیچ چیز نمیخواد سیاف امیز ظلم ستمه که به مردم از آنجاب کرده به مردم افسار و چندهول و کجا و کجا کردن باید فرق شیزم برای کشتن ملت ما فاجعه افشار را تحمیل کرد اما بی خبر از آن که خون افشار نه تنها در کوچه های خالی آن که در رگهای هر فرد از مردم ما جوشش ابدی می‌یابد فاجعه افشار تازیانه عبرت و آگاهی بود سال و اندی از فاجعه افشار به غریب و تنها خفتن شهیدان گذشت
این از تراژدی انسان این مرز و بوم در حاکمیت نظام که با مرگ و خون دیگران ریشه هایش استحکام می‌یابد. افشار فتح یک کوه و چند خانه بود و اما خون افشاری ها وجدان سیاست این نظام فاشیستی را روشن‌تر از روز صفحه می‌بندد. و آنگاه که میکانیزم فاشیزم در جنگ چند ساله فرسوده می شود، بانیان با تحویل دهی افشار چهره انسانی به خود می گیرند. مردم آگاهند، تاکتیک ها آزموده شده است و اما عزیزان در افشار هنوز مانده اند. باید آنجا رفت و باید شهید را با حرمت که از آن اوست به تاریخ سپرد، که شهید قلب تاریخ است. کنه. این کار نشود، زبانی آمین، گناه دار، بخشی که رفت کار خود نیست.
آینده رو باید فکر کنه، باید معصومین رو حتما به این موضوع باید بیشتر باید فکر کنه که بیشتر نفر ما از بین رفتن. نامش که بود؟ محمد عادی. چند ساله؟ اون 23 ساله بود. در کجا بودن؟ نمی اوشار بودن که نمی جنگ اوشار کنید. دوستان عزیز، فیلم اگر به من بخشای اخیری از می رسیدیم یقیناً تا همین دم به حد دلخراش بوده. انسانایی که بدون کدام گناهی توسط ظالمینی که در جنگای داخلی افغانستان دست داشتن و خاک و خون کشانیده شدن و قبرهای دست جمعی انداخته شدن با لباس و طفل و زن و مرد و تو مستقیم به صورت عام کوچی صورت گرفته، خاک افغانستان از مرگ‌های ناحق پر هست، از جسد انسانی که یقیناً در زادگاه افغانستان با چی مشکل و درد و اندوه پرورش می‌یابد و بزرگ شد، با سچما و فیر یک چند نفر قاتل و آدم کش و قدرت طلب به خاک و خون میفته و یک ماتم را بار میاره و هزارها خوار و برادر هزارگی ما در افشار افاجه به حد دردناک بوده که راستی لکی بدنامی برای بشر درون هفته هست. نه افغان، نه مسلمان، انسان. اگر یک انسان راستی مطالعه شود که اشرف مخلوقات است و ذری از محبت و لطف خدایی در بدن از زو متجلی باشه، حتی اگر حیوان به قتل نمی رسانه به این حدی که برادر خدا تحت لوای اسلام به قتل رسانیده. اینجا پرچمی ها نبودن، اینجا خلقی ها هم نبودن، روسا هم افغانستان ترک گفته بودن، همین قوای متخاصمه که در جنگای کابل دست داشتن. در یک سه فیلم میرسه که مغزای اشتوکا برآمده و به اون لحاظ خاطر من نخواستم که این فیلم به اون بخش برسه و عکس همین چند نفر قاتلین افغانستان در اونجا نشان میده که از کوه تلویزیون فیر میداره و افشار زیر بام و راکتی که در دوران جهاد قرار بود علیه دشمنان افغانستان و اشغالگران به کار ببرن علیه برادر خود برای احراز قدرت و نگه داشته چوکی های دروزه که باز از اونا سبیل ماند و فرار کردن، امورم ترک گفتن، کابل به خاک و خون نشاندن. و این مطلق دوران استاد ربانی و حکومت شهیر و کبیر مجاهد سربکف که خود مردم خود قتل عام کردن و همی آقای سیاف با ریش طولانی تا بند پا توسط امر و قمانده از او به خون افتادن. یعنی ببینین که تاریخ انسان رو ببینین در چند سال، یعنی چقدر کشتن و دریدن و از بین بردن، شکنبه یکی دیگه خود کشیدن، اولادای یکی دیگه رو کشتن. وقتی مسئله باز تقسیم قدرت میشه در می حکومت سیاف و نمیدانم امی محقق و امی چند نفر کسایی که از داعیه پشتون و هزاره دفاع میکردن و جوهای خون جاری شد و ماتم فرا گرفت افشار افغانستان و همه تو فاجعات فراوانی در همه اکنافی از افغانستان از دست از اینا سر زده و امروز برای که قدرت و برای دفاع از حق مردم صدا بلند میکنن. بسیار جالب است، عجب صبری خدا دارد. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم سر. خطاب صاحب میره صاحب دمره اتروله. یا مهربانی قاضی صاحب سنگه که؟ او والا دمره فاجعه دردناک ده. بله سلام علیکم سر.
سلام علیکم سر. الو. بله سلام علیکم سر. سلام علیکم خطاب سر محترم. و علیکم سلام مهربانی. تقدیمت خطاب سر محترم، خداوند نمی شهدای افشار جای جنت مکان بگردن، خداوند ثواب و ربانی و مچم صبح خداوند جایش دوزخ جهنم بسازه باصرت. امروز یک سامی جالب دیدیم دوستم هم سه نفر گیر کده با شما انفجار میکدیم پول شبسته کده با شما اطمان دیدیم خو گرزم نیزم نیزم سرم یک صدا کد گو تو پشتو تخ پشتو نیو دستان هم چیش دی چه با تو او چه پوانه باز برش گو تو تخ پشتو نیو تو تا کم زا باز چه پوان ده پیس هم و آدم برش گو تو بیادر ما ازباک هستیم خو با بسی ازباک بی غیرات ما تو سعی کردم آنیار کسی که انفجار میکنه فقط تلف نامش تلف پشتون کش میکنه من این وقتی میشم مراز به جانی آقای دوستم پیدا شده با احترام یعنی در وقتی که پرچمی ها حکومت گرفت دوران ترکی بود یک کاکا خانده ما سید داود آقا خداوند اینا را جنت مکان بود را شهید شدن در مو بگیر کابل که اشخاص روحانی و اشخاص بارسوخ و شریف و دیندار و اینا را از هر خانه می کشیدن و می بردن و به شهادت می رساندن میگه سید داود آقا با مو ریش مبارک خود در جمعی از دوستا در خانه خود نشسته بودن و میگه یک نفر از وزارت داخل آمد و در ازد و داخل اویلی شد و گفت که سید داود آقا کی هست؟ و کسایی که اونجا نشسته بودن بگو برای سید داود آقا میگه گفتن که سید داود آقا خودت نگو که ما سید داود آقا هستم گفت بچیم جمع شما یگانه مرد را که پیدا کرد ما بودم سر ما صدا کرد دیگه ما بگویم که من نیستم این لقبی که برای ما داده که شما را غرض نمیگیره مرا مرد پیدا کرده مرا کاکا پیدا کرده و مرا مسلمان تر پیدا کرده مرا دیندار تر پیدا کرده دیگه ما چطور از این تو یک هویت شریفانی خود انکار کنم بازو گفته بود که مستم همو سید داود آقا را که میپالین بازو را یقینا بردن و به شهادت رساندن و تا حال ما به نام همو سید داود آقا افتخار میدارم مبارز جان خود قربان میکنه مبارز پول خود قربان میداره با جان و مال خود راه خداوند میسته ما این مثال نمیتونم در برابر دوستم که اونجا چی کردن و کی بود و نبود اول همی سه نفری را که جمع کردن و رویشان پوشاندن اول همی درست نیست خواهی قاتل است بیارین نشان بتین بگوی یعنی می عمله می کرد اسمش اینی است و مردم بشناس یک دوست مال در گردن یکی پر تو خو میشه نفرهای خودم آدم بیاره بگوی که بچیم یک کمرست و نشانت نمیتیم و بگوی که ما کردیم و یا نکردیم یک تحقیق میکنیم برای مطبعات و توی چیز او را به من نمیدانم که چی شده مگر یک شخص با شهامت با غیرت با عزت از امو عنوان شریفانی که خداوند برش داده از او هیچ وقت انکار نمی کنه بسیار خرسند می باشه که با عزت از این جهان رخت می بنده سرخرو از این جهان نزد خداوند بر می گرده بدا به حالی کسایی که با عالم بار مسئولیت بار لعنت از این جهان نزد خداوند سیارو برمیگردن و اونجا در اون دوزخی که وعده شده و کباب میشن و به لعنت خداوند خود از اونا و فامیل های از اونا قرار میگیرن این لکر شما ببینین این ارزش ببینین او ارزش ببینین این کسی که یک بیلیون دلار امروز ما خبر شدم بسیار جالب است میگه آمار آمده که 30% سرمایه گذاری هایی که در ترکیه و در دبی شده توسط افغان ها صورت گرفته آمار بسیار رسمی درست از دو کشور 30% پولی که در دبی و در ترکیه سرمایه گذاری میشه توسط افغان این پول افغانستان است قبل از او خود افغانستان پولی نبود و دارایی نبود بعد از امی 9/11 و سوغات 46 کشور ای پول ها پس به او کشورها سرمایه گذاری شده کشیده شده توسط همین مدافعین حقوق مردم افغانستان بله سلام علیکم سلام بله سلام و علیکم سلام و علیکم سلام شما خوب هستید
هستین آقای خدا؟ و علیکم، شما خوب هستین؟ خیر و خیریت. تشکر، زنده باشین. من میخواستم یک دو سه نظر داشتم در این پروگرامتان. بفرمایید، بفرمایید. نظر من این است آقای خدا که بسیاری کسا در رسانه ها دوستم هم میبینن بسیار دعو میزنن. من نه ازبک هستم، نه پنجشیری هستم. من از کابل هستم، از پدری، از مادری، از لوگر هستم. بخاطر از این جای خدا گفتم که مردم نباید چرا از دوستم دفاع میکنه، از پنجشیری بدگویی میکنه. همین 35 سال، 36 ساله که وطن ما شما همه تا آواره و بیچاره است. از خاطر دوستم هست یا خاطر همه چا مزدود. در وقتی که افغانستان انقلاب شد، من 13 ساله بودم در خود کابل بودیم. چیزی که طلا و قالین دوزی و چور و چپاهال شد از مسود شد. هر فرق فساد که هست زنی پنشیری ها و زنی آمچه مسود است. دوستم بیچاره اگر بیسواد است، اگر بیعقل است، اگر تحصیل نداره، وانه دمو خاک وطن بیچاره خود است از مردم افغان دفاع میکنه، جنگ میکنه. چرا همی دوستم مردم بد میگه؟ از پنشیری را مردم بد بوه که تا امروز وطن ما شما را خراب ساختی منی آمچه آمسود که خدا آنه زرش مز چینی را آنه کشتش را مردار شد. مردم این همی مسود بدوا کنه که وطن ما شما را خراب کرد. دوستم بیچاره آنه خو چیزی که از دست دوره است آنه میکنه خدمت بر وطن خود، بر مردم خود. ازبک از هر چی هست. این همی گفتنی ما بود. تشکر از این که در ما وقت. تشکر. ما با سری چیزای شما هم نظر هستم، اگر که همه پنشیری ها و اسم عنوان مسعود پیچ بخوره و طور نیست، در هر شهر و دیار مردم خوب و بد موجود است. همه رسم سیاست افغانی است که اگر یک شخص با یک قوم منصوب بود، همه اونا را آدم بد بگوید. اما چای مسعود یقینا در تاریخ افغانستان شاید بعضی ها او را الگوی مقاومت و قهرمان و اینا قلمداد کنند، مگر واقعیت امر همی است که خاطره ها و تجاربی که مردم از افغانستان داره، همی فیلمی را که شما اگر تا اخیر تماشا می کردین، خوی تحت قمانده و لیوای آقای احمدشاه مسعود پیش می رفت و براه انداخته شده بود، و همی آقای عبدالله عبداللهی که امروز با دریشی لکس خود در ارگ نشسته و مقرر شده و پول های افغانستان همی ارگان دزدی کده میرن و توسط همینا کشته شدن. این محقق بی غیرت که گذشته های خود برای خواسته های شخصی خود فراموش میداره، خواهی مردم بودن که یکی دیگر تباه کردن. همی سیافی که حدیث و آیت میگن و فتوا میتن، همی آدم بود که آدم ها را کشتن و هزارها آدم همی سیاف قتل کردن و مستقیما حمله میکرد، یک شهر ویران میکرد. وحشتناک هم تو چی میگه، مثل یک حیوان میدرامد و همی عمله و فعالی سیاف تحت قمانده و رهبریت سیاف این کارا صورت گرفت. این قاتل هزارها هزارها خواهر و برادر هزارگی ما هستند. شما برین دل یک خانم و یک مادرک هزارگی ما که حالا شاید پیر و علیل شده باشد در طول این سالها، که اشتو که از او زیر خاک گم شد، فامیل از او در بالباس کشیدن او را پس دوباره دفن میکردن و حالت شما دیدین. او طفلی را که دمید فلم بعدن میاد مغزش پریده و افتاده، مغز انسان شما میبینین که بالای دامانش افتاده و مادر و طفل خود عمل میکنه. شما میدانین که شما مادر هستین، شما پدر هستین، شما برادر هستین. شر درد داره، شر اندوه داره و در طول این سالها به ملت بیچاره و بدبخت افغانستان برای دفاع از این تنظیم و از این رهبر و از او رهبر گوسفندان بیش نبودن و اونا همون چوپان هایی که برای ارزوی خود اینا را فروختن بالای قصابان. من هم میدانم امروز اگر راستی واقعیت همی باشه،
و همی آقای سیاف خو کشتار دست جمعی کرده ای باید به قتل برسه، قصاص است، حق العبد باید عمل شو. همی زیای مسعود که حکومت داری خوب و اینا به اساس یک مصلحت اونجا خودش رش کرده به امرای او متفکر کلخالی احساساتی را آدم بپرسه که در جنگای کابل ضیا خان و ولی خان و احمد شاه خان چی کردن. و هر یکی از اینا را اگر فیلمای از اینا را در میان بیندازین، خب مگر آفرین افغان که چقدر فراموشکار هست، اما الزایمر داریم. بله سلام علیکم. سلام خطاب سید محترم، آواز ما را میشنوید؟ آوازتان را میشنوم. و یکی دیگر دگروال صاحب، از اول برات میگم بیادر که تو مکرر صحبت نکوی، تو وقفه هم داده برو که ما بگویم که بس کنی در یکی سا. هر دفعه که خودت میگی گپ میزینی گپ ما را نمیشنوی، باز قطع میکنم خودت تو کم کنی. بلکل صحیح. خوب مقصد عزیز که در جیجان صحبت انشالله امید از کم تو رشاه. اول خوب سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده ها. بفرمایید. وعلیکم السلام. فیلم را که شما نشان دادین، شما اقلا فیلم را دیدین، لیکن ما شاهد صحنه بودیم. همه قدری که این فیلم مریطور رقتبار و تاسف آور است، ما از اون مناطق پیر می شدیم، از همه هزارها می شنیدیم که با یکی خود می گفتن که امیان ما چند تا زن از همی کابلی ها و از همی افغان ها را ایتر کردیم. چرا ای فیلم به اصلا نمی سازم؟ و دیگر در پاریش دوستم عبدالله میگه که داخل حکومت جاسوس هست. آیا خود همی حکومت مکمل جاسوس نیست؟ جاسوس پنجا مملکت نیستن؟ دیگه اینا از همین فیلمه که نشان دارن برای سیاسی کشیدن و این فیلم ها رو به هر جای نشان میتن که ما مظلوم هستیم، حالا که جنایتی که یا کرد اصلا امو چهاتای و چنگیز ها به حال ملت افغانستان نکرد. ما شاهد صحنه زنده هستیم. در پالیش یک خبر تازه که رسید دو هفته پیش، متاسفانه رخ نشدم، که توسط عبدالله سیاف، زیای مسعود، دوستم، عطا، محقق، امرالله صالح و غیره اینا دستور داده شدن، چون اکثر همی خاد موجوده از گماشته های امرالله صالح و همی جبهه شمال است، گفتن در شما به شکل بسیار مرموز چند نفر رو باید ترور کنین که اینا در تلویزیون ها گپ میزنن. که از این جمله یکی به نام استاد رفی است، حبیب الله رفی، دیگر به نام سید داوود، دیگر وحید مجده، دیگر به نام هوتکی، دیگر زیای امرخیل، دیگر رمضان بشردوست و دو نفر دیگر از وکیلای پارلمان و چند نفر از اعضای برجسته طالبان در کابل. متوجه به ای باشین همین چیزی که من گفتم، اگر شما نتیجهش رو زودترین فرصت ندیدین، باز ببین که منابعی که به من اطلاع داده شاید یا دروغ گفته باشن. در مسئله یزی همین که جنایتی که هزارها کرد، همین امشای مسعود از سر تپه تلویزیون با همین عبدالله زدن، تمام کابل و ایران کردن و تماما اینا که هستن از یک سر به زنهای مردم تجاوز کردن. حتی همی یونس قانونی وقتی که حالا چون مسئله تلفن از آقای خطاب مجبور بگویم بگویم، باز اگر میگویم نه از ما سوال کنن. برای ما بعضی ها گفتن که این آدم از کجا معلومات کرده. ما پیشتر گفتم که من 52 سال است که من در مسائل سیاسی زیدخل هستم. این که بعضی از کلمه استاز گفتن ما بد میبرن و پرسان میکنن که از کجا استاز بود، این مرمود به اون شخصیت هاست. او را بانین سر بله. همین زیای امشای مسعود ما سه مصاحبه با ای داشتون در پشت خانه ربانی که انفلاق کرد، همین جا پشت ساعت عامه. بله من میگم امی را بانین با امی عاد کفایت شده وقتی که وزیر دفاع بود کفایت میکنه گفت در بین ما کمونستا در آمده،
یک ژورنالیست دیگه هم پالوی ما بودی از او سوال کرد که آیا شما با کمونیستا یکی نبودین؟ چشمای خودش امروز ژورنالیست شاید همیان صدای ما رو بشنوه، اما شاید مثل چشمای خودشونش کشید که ای تومده چرا بستانه کنی. فورا ما دیگه سوال کردم، گفتم آقای مسئول آیا شما در پاکستان رفتین یا نه؟ برای من تلویزیون رو گفته از طرف کی دستور گرفته که را سوال میکنی؟ من گفتم ما اسناد دارم که شما پاکستان رفتیم لیکن به ضد پاکستان گرد میزنیم. برای من گفت که ما هیچ پاکستان نرفتم. وقتی که برایش گفته شد که شما با برادرتان زیاد مسعود در سفارت اسلام‌آباد رفته بودین و بعد در سفارت هنگری با سیاهی دیدین، در این جایی آدم عصبانی شد، حتی نزی بود که ما را با موجه تیرواران کرد. به دفعه سوم برش وقت مسئله گرفتیم گفت به چاریکار رفته، به چاریکار رفتیم ما را نپذیرم. این جنابتی که یاد کردن هدفت یک شمه گوشه خالی بود که شما فیلم دیگه گفتیم. ما شاهد سره بودیم دمیر کتای سنگی، امی از آنها از کتای سنگی تا سرک چاری سیلو زرزمینه رو کشف کرده بودن، اینا نقب زده بودن. بله، این طولانی میشه صاحب، این داستان چی هست؟ ما میگم ما فیلمش داریم و شما در صحنه تشریف داشتین، باعث یک شاهد میربانی کردین، این را اعتبار همین فیلم ها را یقیناً خود فیلم گویای احوال است. وقتی خود فیلم بگویا مرده کشیده شود، آدم به قتل برسد، خون بریزد، مادر عزادار است، شاید دلخراش بود. به اول لحاظ من اون فیلم نیم کلا ایلا دادم، گفتم مال افغانای ما شاید بگیریم. من خودم گریستم، عرض کردم جایی نیست که بگویا، مگر هر کسی همین فیلم تا آخر اگر بتانه ببینه دل نیست که پرخون نشه و چشم نیست که تر نشه و با چه عشقی همه تو از دل و از قلب که انسان راستی چطور میتونه انسان خدا، آدم خدا، وطن خدا، برادر خدا به قتل برسانه و به این فجاحت، به این بدبختی که از طفل گرفته و تا زن و مرد و هر یکی را نشانه بگی و بکش. به هر حال دوستان عزیز، برمیگردیم یک وقفه اعلانات، باز خدمت شما خواهیم بود. داستان دنباله‌دار افغانستان است، با ما باشین لطفا. دیگر از چین و چروک صورت خود رنج نبرید. برای شما راه حلی آسان پیدا کرده ایم. اگر ناخون و موهای شکننده دارید، از همین الان آرگان اویل را استفاده کنید. آرگان اویل دارای خواص معجزه آسایی از جمله اومگا 3، 6 و 9، ویتامین A، F و E، ضد پیری، پی اچ طبیعی پوست را ذخیره می کند، ضد وز و موخوره، اگزوما، جوش، جای زخم را ترمیم می کند، جذب عالی محصولات آرایشی، باعث کم شدن چربی پوست می شود، بدون کلسترول، معروف به قطره طلا، تغذیه بسیار عالی برای مو، ناخون و پوست و همچنین ترمیم ناخونهای شکننده. از این پس موهای درخشان، ناخونهای زیبا و پوستی جوان خواهید داشت. آرگان اویل چین و چروک پوست را از بین میبرد و همچنین جلوگیری از چین و چروک را ممکن میسازد. ناخونهای شما محکم و زیبا میشوند و موهای صاف و درخشان خواهید داشت. برای سفارش با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. با نوشیدن یک پیاله چای الکریم، بهترین چای با عطر افزون کننده و طعم آرام بخش، روزتان را آغاز نمایید. چای الکریم در بهترین منطقه ای که 2000 متر از سطح بحر بلند است کشت می شود. برنج الکریم، برنج عمران، برنج القصر الکریم، برترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر خوشایند از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دوست داشتنی خانواده های افغان و ایرانی.
این برنج ها را به طور عمده و پرچون از شرکت تجارتی لوگر در شهر هامبورگ و خوراک فروشی های افغانی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی به دست بیاورید. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 00940386360 وارد تماس کردید. رستوران و بانکوئت هال کابل با مدیریت ماریا احمدی، یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن، با گنجایش بیش از 200 مهمان از محافل عروسی، شیرینی‌خوری، شب حنا، سالگره ها و غیره مراسم، با سرویس عالی در فضای گرم افغانی با غذاهای خوشمزه وطن عزیز در خدمت شماست. رستورانت و بانکوئت هال کابل با فعالیت های همیشگی این بار با فامیل های افغانی در سراسر انگلستان و اروپا اعلان می دارد که هر ماه دو بار هفته اول و اخیر شبهای شنبه محفل موسیقی زنده با غذاهای خوشمزه افغانی آماده پذیرایی شماست. لطفاً یک هفته قبل میز ریزرو نمایید. همچنان کابل موزیک با عرضه لباسهای قشنگ افغانی، سی دی و دی وی دی های دلخواه شما. غرض معلومات مزید با محترم عبیدالله احمدی با شماره های 0208-571-6878 079-031-03244 به تماس شوید. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام. باز هم برنامه سخن اوریان جریان داره و لاینه های ما باز است و پر هست و دوستان میخواین صحبت کنن، خود دسترسی به یوتیوب و فیلم و آدیو و ویدیو بگویم یا معخذ سمیع و بصری بشار کارهای ما را حل میسازه، بسیار جالب میشه و بایی قبلا دسترسی موجود نبود در طولی سالها، اما رازها نهفته مان در یکی دروغی گفت و رفت و مردم فریب داد. یک کلیپی از دکتر عبدالله بسیار جالب است که در وقت کمپین انتخابات سوگند یاد میکرد که ما حکومت تقلبی را نمیپذیریم و قطع قطع شویم و تکه تکه شویم و برباد شویم، جان خدا فدایتان می داریم مگر حکومت تقلبی را نمی پذیریم. باز کلیپ دیگه از اونا را با هم پیوان زدن در امی که ما برای اشرف غنی و فامیلی از اونا و تبریک عرض می دارم و خود تکه تکه می سازیم و کسی خواب نبینه به پشتو و فارسی و تکلم کرده و با لباسای
مقبول و تو ریشی و تو کدگی و شان کدگی بگی سو می صحبت می داره سیاست قدر آلوده است وقتی یک شخص مطرح بود در سیاست افغانستان و چوکی و کرسی و اینا برش رسید یک چلوت امریکا به دانش افتاد باز هیچ گپ هم نیست بیادر نه سوگندی هست و نه تقلبی هست و اما به طبیلی ارگ داخل شدن و رفتن و سر دارم اونجا این فیلم بسیار جالب است ایرم و میخوایم مکرر هر وقت امیر بسیار برای ما تشکر میدارم از دوستایی که این کلیپ برای ما فرستادن یا امیر تهیه دیدن یک شخصی بسیار وطن دوستی بوده و آدم فرزاد جان امیر یک دفعه پخش کنیم بسیار جالب است یک چهار دقیقه از دوستان عزیزی را ببینین که چقدر آلودگی است چقدر دروغ است چقدر خاک بر روی مردم زدن در سیاست افغانستان و امی آدمو بالای سرنوشت افغانستان بازی ها کردن و مردم و ملت و هم کسایی که برای زینا رای داده بود همه را فریب دادن دروغ گفته ای رو باگک لطفا توجه بدارید و به ملت عدالت پسند افغانستان اطمینانم ایتم که نتیجه تقلب را نمیپذیریم نه یک روز نه دو روز نه یک هفته نه یک ماه برای رئیس جمهور آینده افغانستان روزهای خوش در بین مردم افغانستان و با فامیلشان و در بین جامعه سیاسی افغانستان آرزو دارم من اطمینان ندارم من اطمینان ندارم و من افتخار هم دارم و من باور هم دارم که با یک صدای ما صحنه افغانستان از یک رخ به دیگر رخ می‌گردد ما براتان اطمینان میتم که جان خدا فدایتان میکنم اما حکومت تقلبی را نمیپذیرم ما را متهم به معامله گری و چوکی خواهی نکنید یک کار بی سابقه صورت گرفته یک برخورد بی سابقه صورت گرفته جان خدا فدایتان میکنم اما حکومت تقلبی را نمیپذیرم جان خدا فدایتان میکنم اما حکومت تقلبی را نمیپذیرم قطعه شویم کسی چیزی را بالای ما تحمیل کرده نمیتونه هیچ کس ما به مردم افغانستان اطمینان نمیتونم که انشاءالله حکومت خود شما اعلان خواهد شد دوی تا دمدغ زاینا دمدغ لوی جرگینا خیمه دی لوی جرگینا دلوی جرگه دی خیمه سخه دوی تا دمدغ زاینه دمدغ لوی جرگه نه خیمه دلوی جرگه نه دلوی جرگه دی خیمه سخه دمدغ لوی جرگه نه دی خیمه سخه دا اعلان کوم چه هیس چا دا خوبونه وینی هیس چا دا خوبونه وینی چه تقرب کردی بیا سبا ورز درگ مانه ترزی می خواهیم به جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آینده افغانستان هم تبریکی بگویم و تشکر بکنم از اونا به خاطر روحیه که در امضای موافقتنامه سیاسی راهی را که تا اینجا آمدیم تا سرمنزل مقصود یک جا میریم در حالی که میدانم که جفای را که امی آقای کرزی به مردم افغانستان کرده در 13 سال گذشته و فرصت تاریخی و طلایی مردم افغانستان برباد داره در هیچ فرصت برهی در تاریخ افغانستان این جفا به مردم افغانستان صورت نگرفته جناب جلالت مآب حامد کرزی بعیث رئیس جمهور افغانستان در 13 سال گذشته در شرایط بسیار دشوار رهبری مردم افغانستان به عهده داشتند از یک رأیتان نمیگذارم به یادتان باشه ما به آنچه تعهد کرده بودیم پایدار باقی ماندیم ما از مردم خود یک لحظه جدا نمیمانیم همینطوری که از حقشان پاسداری کردیم از یک رأیتان نمیگذارم به یادتان باشه از یک رأیتان نمیگذارم به یادتان باشه
دوستان عزیز شما خودتون قضاوت کنین، حاجتی نیست که ما او را تشریح کنم. احمد کرزی هر یکی پیشویشان میامد و دو فاش رو ناسزا نسار کردن و باز امو ایوانی که قهر می باشه و باز میاد پای امو آدمی که او را باید می دارید و می شگفت و از پا در می آورد در پای از او می افت. مسئله زور است و مسئله خواسته ها هست. امی کلیپ سیاست افغانستان در مجموع تشریح می داره در طولی سالها. و کسایی که چی میگفتن و چی میکردن، همین کلیپ بسیار جالب است. هر کسی زحمت کشیده و وقت خود صرف کرده، سیاست افغانستان با همین کلیپ تشریح میداره. ولی خب من ندیدم که حکومت تقلبی باشه و خون عبدالله خان بریزه و همین حکومت تقلبی بسیار آرام و دیگهش هم قد قد خنده میکنه اشرف غنی و هم ساعتش تیر است. یکی دو میزنه دیگه خنده میکنه و جهانگیری اردوی از رو آورد که بیادر تو قار نشو و خنده نکنه. بین اردوی تانی حکومت گفته امو یک خانم که یک پسر نو عروسی کرده بود و بازی عروس دیگه دم خانه نشسته بود و نان او میخورده ایچ دکار و مسائل خانه سهم نمیگرفت و بالاخره مادر پسر که خوشوی از او خانم میشد گفت بیای والا جایی که ای خانم اذیت کنیم و او را فرا خانیم به کار خانه، یک کاری میکنیم که خود از او تشویق شوه. گفت چی؟ گفت بیاد بیرون یک غالمغال ساختگی را مندازیم که من میگم ما جارو میکنم. خود میگی ما جارو میکنم. باز او خانم میگه که نه ولی ما همی عروس خانه استم، شما زحمت نکشین، ما همی کار و بار خانه را به دوش میگیرم و بس هست دیگه. دوری عروسی ما گذاشت و انمون ما گفتی راستی وقتی پرخاش شده بیرون عروس دیده و شنیده آمده و دویده که چرا غالمغال شد و باز گفته چی گپ از خوشو جان و شوهر جان؟ گفت والا این مادر ما فریاد داره که ما جارو میکنم. من میگم نه ما جارو میکنم. بازی عروس بهش گفته خیره جای پرخاش و قهر و اینا نیست، خود نوبت کنیم خوشو جان یک روز خودت جارو کو، یک روز هم شوهر ما جارو کنه. بسیار جالب است. همین جنگیری هم آمد که یک روز یکیتان حکومت کنین، یک روز دیگه تان اشتراکی کارهایتان رو پیش ببرین. حاجت ملت و مردم نیست. رأی مردم کی کشیده بیادر؟ عبدالله جان و اشرف جان اردور داخل ارک ساخته و سر ارمغان حکومت افغانستان همی است که امروز مردم 120,000 آدم جوانی که باید در افغانستان به کار مشغول می بودند 12 پس میگه از افغانستان خارج میشه و افراد و اشخاص دیگه که با فامیل فرار می دارند به کشورهای دیگه و فساد بیداد می داره و بیکفایتی و تقسیم قدرت، اینی مسئول پالیسی جنگیری صاحب است. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو. فرمایی گذاشته که موندن بر ما. بله سلام علیکم. امی فرمایی که مونده بودین خطاب سر بسیار متاثر کننده بود. قلب ما رو درد گرفت دیدن از او. مگر ای خو چیزایی گذاشته بود دیگه به تاریخ ثبت شده. قاتلین هر وقت اگه زنده باشن یا مرده باشن محکمه خود دارن. مگر خطاب صد اشما خواهش میکنم که همیشه وقت یک طرف اشما قضاوت میکنین به می طول 13-14 سال وقت گذاشته. خود گذشت آده 13-14 سال خطاب صد کی در افغانستان خیانت میکنه؟ کی مردم افغانستان رو نارام ساخته؟ کی جوانا را فرار ساخته؟ کی جوانا را به معتاد به ایروین ساخته؟ اینمی نارامی افغانستان است که دست ملا عمر است و اقانی است و گلبدین است که سی از این متاسفان برادر پشتون ماست و امروز طالبان چی خیانتی نیست که در افغانستان نمیکنه؟ چقدر کشتار میده؟ چقدر مادران نارام ساخته؟ شما خطاب صاحب گذاشته رو صلوات کنین، گذاشته در تاریخ ثبت شده.
شما باید از آل گپ بزنید. خب چشم، از امیالیم گپ زدیم دیگه، نمیفهم شما چرا نشنیدین. و امی حکومت براتون تشریح کردم. این مواد مخدر زیر پل کابل یک نفر چسب میزنه و چلم میزنه، حکومت مقصر نمیدونین؟ این کشت مواد خاشخاش و اینا که در افغانستان کشت میشه و هیچ کس فریاد خدا نمیکشه، این کی مقصر است؟ بیکاری محصول پالیسی کی است؟ این حکومتی که نصف شد و عبدالله که گپ زد، خودت خانم جان در کجا هستی؟ همشیری گلیم امیر نشنیدیم؟ ولی امی عکس و فیلم و تصویر و ویدیو و اینا دروغ میگفت. ولی یک طرفه هست، امی خو حکومت هست، امی علی رئیس اجرایه هست، اشرف غنی قد خنده میکرد، به نمی ها سرنوشت شما رو تعیین میداره. این 5-15 بیلیون و 20 بیلیون و اترا که آمده، خب برای زمین ها داده میشه که یا مصرف کنن. امی شخصی که مواد مخدر استعمال میداره، خب از بیکاری است، از بدبختی است. یک بیمارستان برای از اونا باید حکومت درست کنه، یا ما خودت مسئولیتی از اون رو داره. گذشته را صلوات کنین و فعلا هم صلوات نکنین که هیچ گد وعد قربانی شما. هر یکی را انتقاد کنین، مگر مسئولین امور شما اعلام میتین. و میاله همین مسئولیت همین حکومت داره. حکومت معنایش چی است؟ ارگان دولت افغانستان که میگیم، ولی من در امریکا هستی، نمیفهم کجا زندگی میکنی خودت. در امی امریکا خودت یک امپلوق یک کس بزن، حکومت میاد، یعنی پلیس حکومت میاد، تو را میبره باز به دادگاه میکشانه و زندان میری دیگه میشه. مال کس غرض بگیری قانون است. کی تطبیق میکنه؟ حکومت. انتخابات است، در اینجا هر کس رای بیشتر برد و آدم رئیس جمهور میشه، دموکراسی هم میره. حکومت حکیمت باید داشته باشه. مسئول اموریتان کی است؟ دفاعتان در برابر طالب و پاکستان باید کی کنه؟ خب حکومت باید کنه. درد و غمشه کی متحمل میشه؟ خب مردم متحمل میشه. شما یک حکومت دارین نی؟ اشرف غنی رئیس جمهور است و دیگه هم چی هست؟ یکی دیگر دو میزن و دیگه قد قد خنده میکنن و را دیدین شما. اینی امروز تاسی خب فرد او وقتتان بود، ای آلتان بود. گذشته ها را صلوات کنین و آینده را هم صلوات کنین و فعلا هم حکومت اکثره تبرئه کنین و همشیری گلی ما هر وقت میای از آوازت من میشناسم، از این بغض در برابر ما پر هستی، خودت نمیفهم چرا ما دستایت میبوسم، خواهرم هستی، کمک حقایق افغانستان رو درک کنین، برای منفعت افغانستان رو حرف میزنم. گفتم تا که ما همو دستایم بلند است در برابر مردم افغانستان، تسلیم هستم برای حق مردم افغانستان. وقتی میبینم که ظلم میشه، تعدا میشه، یک حکومت فاسد حاکم مردم افغانستان است، در گذشته ها همین مردمی که علی حکومت میکنه اونو گذشته های از اونا بود، او را به او خاطر برتان بیان کرد. اونمو قتل و قتال یعنی می مردم کرده، امی عبدالله بود، مسعود بود، ربانی بود و حزب وحدت بود، یعنی می مردم بودن در جنگ های کابل، خواهم اینا دست داشتن و فیلم خود روغ نمیگه قربانی چون امی کوه تلویزیون نزدیکی بود، افشار مردم فریاد می زدن و اولادشان کی کشته بود. وی اگر او را فراموش کو، وی را فراموش کو، هم چیزی که در کلی خود زمزمه میشه او را نگاه کنیم دیگه، من نمیفهم. بله گفتم خدا ما را انصاف بده. بله سلام علیکم سر. بله بله سر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم سر. سلام علیکم. خطاسا ولی قاضی سر میربانی او که تکر مشاهد بوله خطاسا کوری ودان دغه میرمن یا مریض ده زمور ترکم دا یا افغانستانی دی یا ستمی دی یا جمعیتی دی یا نظاری دی خبر سات نظر دی دی خبر شو دستا دغه برنامه دا دا پیشه تولو ما دا با تکرارن وقتم پا وقتم شخارکی دی اسپانسر کی جبه دا رکم نور برنامه هم دلکو زب داکه شکول آخه ما دا دا مصرف دا زد رکم فالوز ما اصلی اجنده داوه پرون گوره دا موز دا دا شن کالویسی دا تا آورو دا
دا اخلاق مو د تلویزیون نه کړ دا او ستا شخصیت مو نه پیژني دا ډېر کس د کچې کې دا را پرون آرین په آرین صاحب په پنجره تاسو څخه یاد کړ دا اول سوال ته اروپا کې هغه کسب دا غیر تر ازره کوله په تا باندې هغه دا هوته ویل مو دا پیسې لا کړې دې چې هر ځای شکایت لري تر کوم بزرګوالې لري هر چاته دی وخت ورکړي دا غته دی وخت ورکاوه دا ویل لیکن هغه دوی انشاء الله چې د پاکستان په تر تاریخ ډېر خلی و دا ویل دا په نامه په ټپ ډېر نه لري هغه خطاب صاحب خپل برنامه لري دا شکایت وکړه مو شلوه دا پیسې لا کړې دې د یو برنامه شکایت بل ځای نه کوي لیکن هغه دوی انشاء الله هغه دا تاسو بیرته راځي دې یاد یاد ورې ته ته خلل هغه دې جوان مردان راځي دا خپل اعتراض شي چې لري ساتو تاسو کړې دې مو خو مو ته وځي خو مو اخلاق مو تربیه خدا شر کال کې ځکه نو ځي چلانه اول دا د نن ورځې باندې کو ساتر خبرې کو او ته تلویزیون چلان دي او ته ټلیفون چلان دي پر خپل خبرې مې نه چې بیا ورغې نو مو څه ته به ډېر احمقانه ډېر دې نه لکه دا شي چې کی دا کې جنایتونه خیراتونه یو خبرې مې دا به خو به ساتر کو خیر ساده تازه ساده تر راغلی دی استاد راولی هر کل راسی دا در ته دلم دلم به خبر کو د جمعې په ورځ په شپږ بجې د دمال دی خبر سي راسی هغه موږ افغانانو مسجد ته د خبرې کوي موږ هم د په انتظار کوو ودان دا هم تا ګور دا ساده ساده په وجود دی ستاد برنامه برکت اوس ګورم یو بل کاوی دا ستاد برنامه ګرد دشمنان ته دی چې په جاده جهانی دی دا نور ګرد مالا فارول دی ګوز خار دی د افغانستان ګرد برنامه ګرد ته دی دا هغه باندې ستاغه د اروپا او امریکا کې او ګرد برنامه مله ده او ګرد پارمزیس کې یاد اوري کی او ګرد د ممنون دی ستاد برنامه کو دی دا عمر دی دسه د ستاد برنامه دی ژوند دی خالي د دفتر سپانسرشپ در کې دا نور دی څو وخت ګانوري تور کړی دی د خپل سپانسرشپ بیا دی دغه سوند دی یو پر ته دم حساب لرم نو د وخت نه نسم ډیر مهرباني ډیر مهرباني قیس bale السلام علیکم الو خطاب صاحب بله سلام علیکم الو بله سلام علیکم خطاب صاحب بله امی خطاب صاحب سلام علیکم و علیکم سلام امی دا چهار منزله دمازنگ و از به وعدت بود دا کوی تلویزیون شورای نظار بود دو سومی ها دا به حساب دا بانگلوش کابل بود نمیخواست که هزار و پنشیر جنگ کنه به این حساب دوستم بسیار فعالیت کرد دیگه یک کار دیگه شه برای قصه کنم دیگه ما وقت عسکر بودم 500 نفر از فرقه 80 بود 5 برابر نفر دوستم بود یکی مردم گدگه شدن امی خود دوستم در لاسپیکت صدا کرد گفت نفرهای آقا صاحب یک طرف شود نفرهای ما یک طرف همونجا جنگ خلاص شد خوافری می باز خدمت کرد دوستم دیگه از این دیگه خودت میگه چرا جنرال دوستم در فاریاب رفته بخاطر نماینده فاریاب میگفت که فاریاب در حالت سقوط است سقوط است خود دوستم حضورش بسیار رول داره به خاطر رول داره که مسعود خودش در جنگ میرفت محمود جنرال دوستم نفری است که به حساب جنرال پشمیز نیست به خاطر در سنه جنگ خودش میره فکرش شد دست سوار داره تزی حساب ما خودم در سینه جنگ میفهمم بسیار تشکر صاحب مطلب فهمیده شد سه بله سلام علیکم الو بله سلام علیکم خطاب صاحب محترم السلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکات در یکی از این فیسبوک هم یک شخص یک خبری را نشته بود که در اون گفته بود که باشندگان کابل بالاخره به جان رسیدن و تقریبا 15,000 نفر اینا جمع شدن و یک عریضه تصدیق کردن به مقابل آفیس یو این و یعنی و این هم گفته بود که ما افغانهایی که در خارج هستیم ما هم باید به طرفداری از اینا شور بخوریم یعنی کار بکنیم و خصوصا گفته بود که آن وقت عزیز که ما همین مخالفت هایی که بین ما هستن فرق هایی که هست یا یک سو بگذاریم از آقای خطاب، از آقای مسکینیار، از آقای وجوهات
برای اونا عرض بکنیم و از اونا خواهش بکنیم، برشان تلفن بکنیم که اگر شود برای این قسمت یعنی بسیج کردن ما افغان ها که حقلا فرض کنیم اگر 100 نفر هم در این سرکای واشنگتن دی سی حرکت بکنن و یک پلاکت داشته باشن که در او همین مشکلات پاکستان و همین ظلمی را که پاکستان و ایجنتایشان که در قصر ریاست جمهوری جمع شدن در بالای مردم کابل میکنه همین به مردم گزارش شود. حالا فرض بکنیم همین کار اگر پاکستانی ها باشه، اگر هندو ها باشه، هر ملک دیگه، هر مردم دیگه همین کار را کردنیستن و میکنن. و یک گفته بود که ما هر کسی که این خبر مشنوه و در می فیسبوک هست باید به همی اشخاص مثل شما و مسکنی ها و وجوهات همی تلفن بکنه و از اونا همی موضوع را برشان بیاره که اونا ای را بحث بکنن و امکان داره کسی پیدا شود که همی لیدرشپ به خود بگیره و همی جنگ همی کار بکنه. و مو اساس است که من حضور شما هم همی تلفن کردم، بر آقای مسکنی هم تلفن کردم و بر آقای وجوهات هم اگر لطف بکنین و این وقت است که میشه یک خدمت شود. فکر میکنم انتقادی که هر روز میشه بس است. ما همه میفهمیم که هم حکومت کراپت است، هم مشکلات دیگه موجود است، لیکن برای حل ازی چی کرده میتونیم ما؟ یعنی میرم میخواستم حضور شما عرض بکنم. خب درست است، ما خود در اختیار هستم. از این طریق میخواین اعلان بتین، از این طریق میخواین تشویق کنین، از این طریق میخواین مردم یادداهانی برسانین، و یک وسیله تبلیغ است، وسیله فرزند رسانی است. تلویزیون و رسانه ها امی کارم یعنی با پیش انداختن امی خود شخصیت یک تلویزیون امی است که باید برسانه. اگر فرزند پالیسیش مخلوط است که دینی سو سیاسی سو موزیک است و هر بخش برای مو علاقمندش میرسانه، بخش سیاسی است پروگرام ازور ما با پیش میبرم. صد بار ما طرفدار همی هستم که اعتصاب شوه، مظاهره شوه علیه حکومت افغانستان، علیه این و آن، هر کسی که ضد منافع افغانستان عمل میکنه او را از یخن میگیرین. از این طریق خود ما حاضر هستم. ما برای مردم افغانستان میخوایم یک خدمت کنم، نه برای کسی دیگه. بیاین پاکستان از یخن میگیرین، ما حاضر هستم. بیاین اینجا اول کسی که شعار میده ضد پاکستان ماست. طالب هم میخواین نقد کنین، ما اول بمرایتان مینیشنم نقد میداریم. مگر یک سرات دشمنای خود باید ببینیم که بندازیم در میان، همه را باید نقد کنیم. کسی که یعنی مشکل ما فرض کنیم ویروس ما یک چیز است و ما دوای انتی بیوتیک دیگه چیز برای خود نسخه میکنیم و میخوریم. ما یک حکومت فاسد در افغانستان داریم، تحمیل شده بالای مردم افغانستان، بیداد میکنه، بیامنی، صاحب مشکل اقتصادی، مشکل سیاسی، از هر لحاظ شما ببینین اجتماع فرسوده و فرتوت افغانستان همینطور کدن. صاحب همین حکومت بالای حکومت فاسد تحت حمایت آمده میره تا کی او برادر؟ فرض کنین صاحب همین پاکستان نبود، طالب هم گم شد رفت، پس کار خود رفت، آیا مشکل ما شما با همین حکومت حل میشه؟ ما خود یک حکومت سالم هدی اقل او برادر کار دارین. وسی یه خویا حکومت مصلحتی هم تر که دکتر نجیب و که دیگه و دیگه با زور دیگه آمده بودم، هم یک حکومت منتها این بار توسط 46 کشور و یا شوی باطا میشه عقب از او افتاده. مردم را ندارن در حکومت، والی را یکی مقرر میکنه و صاحب مدیر دیگه کس، صاحب رئیس جمهور دیگه کس، صاحب وزیر از طرف دیگه، کلی از خود سهمیه داره. با او حساب من میگم بیاین که دست یکی کنیم، همی حکومت منقلب بسازیم، از بین باید ببرین یک حکومت معقد، مردم شریف، نجیب، دلسوز افغانستان یک اوورهال داری بیای بریزی که بسیار کثیف شده. همی حکومت افغانستان سخت تحمیلی است و مردم بیداد میکنه. اگر طالب ده نفر ده اونجا میکشه، باز یک لک و 20,000 آدم از افغانستان میبره، ترک میگه، به یک طرف نامعلوم میره. و یا هم یک انفجار است، یا هم یک تعجیز است، یا هم یک بدبختی است. حکومت همیارا باید بالاش کار کنین. بین همی را نقد کنین، بگیرین، بنشینین، دردایتان را در میان بگذارین، مشترک است. یا خانم میام را میگه که چرا سابقه میگی، والی را حکومت هم غرض نگیرین و بیاین که نمیدانم که همی در زبان مانی چسبیده که فلانی چونه. اگر ما خو از دیگه فرق دارم، ما مغز ما فرق داره، دید ما فرق داره، احساسات ما فرق داره، جرأت ما فرق داره. ما یک شخص متفاوت هستم از بشری هایتان که کورکورانه بدوم و پاکستان دو بزنم و طالب دو بزنم یا امریکا را دو بزنم یا فرض کنم حکومت کورکورانه دو بزنم، چون والا مرا وزیر نساخت فحش و ناسزا حکومت بود.
ما خو افاقی گپ میزنم، ما هیچ ریشه ما با هیچ کس نچسبیده. من میگم بیاین که منفعت شما در کجای شماست. در یک اجتماع 2% اشخاص خبیر با مغز با تدبیر یک اجتماع را وضعشان تغییر میده، برای مردم فرحت بار میاره. این در طول تاریخ هم تو بوده. این گله گله انسانایی که میرن ددام اینو آن میفته و سیر تاریخ یک کشور یک نسل یک بشریت تغییر نداده. شما ببینید بسیار کم یک قشر بسیار ضعیف آمده یک قدر به منفعت تمام شده. همین دنیا را امروز مخترین اگه ببینین 0.5% انسانای روی کره زمین بوده و دنیا را به می حال رسانده. همین اکتشافات 0.5% مردم دنیا نبودن. شما 6 بیلیون آدم روی کره زمین دارین، از جمله چند نفر مخترع دارین؟ چند نفر سیر در همین سیاه های امریکا یا در امریکا مارتین لوتر کینگ مفکوری از او سیاه را به حال به ارگ رسانده، به قصر سفید رسانده، بهترین مقامات گرفتند. در هندوستان امپراتوری 380 سالی تا تغییر داد. در ساوت افریقا ماندلا یک نفر بود صاحب استاد با پرنسیپ خود. من میگم بیاین یکم متفاوت فکر کنید، برای قضایای افغانستان، برای منفعت، برای سود مردم افغانستان. همین استریوتایپ اگر یک شعار داد دو طرف بدوین، مثل که همون میگه کشتی در بحر وقتی که کج میشه مردم اون طرف میدوان، بازی طرف که کج شد طرف میدوان که نفتن. و تو من نیستم از اونا و حراس هم ندارم که کی برای ما چی میگه. ما هر کس دشمن افغانستان است، اگر پاکستان است، اگر طالب است، اگر حکومت است، اگر امریکا است، اگر غرب است، اگر شرق است، ما او را میبینم، مطالعه میکنم، زده از اون میستم. مشکل عمده ما حکومت افغانستان است، بسیار فاسد است، بدبخت ساخته مردم افغانستان دست به دست میرسه. اگر میدان هوایی کابل به نام حامد کرزی ور یک شخص فاسد میشه دیگه، من یا همه تو یک آدم قاتل چون عبدالله رئیس اجرایی تان میباشه که افشار به خون شانده، یا همی قاتلین در دستگاه دولتتان در بالا قرار داره و امروز شهادت هم میده که او برادر در درون ما ایجنت های پاکستان موجود هستن. وقتی خود از اینا ایجنت پاکستان هستن و آدمشان معلوم نیست، خوی کل دستگاه متهم است دیگه. اگر این خانم ما بی خوارک ما می آید و امو زمزمه می کنه تو تیوار که در فامیلش کس چی گفت، و بیان برین امی حکومت رو بگوین که امو طالب در کجاست، بیارین در میدان و دوست ما بگو خودت در اون در فاریاب پشت طالبای میادی میگردی، بیا بیادر کتسرهای در دولت از خودتا میگی و بیا اول اونا را رویشان خلطه پر تو سب تحقیق کو براد. و یا خوب اینه در میان بیفته بالاش تبصره صورت بگیره. ما هیچ باک ندارم که برای ما کس چی گفت نگفت، کدام تلویزیون میره، خدا کنه شب و روز وقت خود ضایع کنه. من برای مردم افغانستان مستقیم در خدمت قرار دارم، میدانین یعنی تلویزیون 24 ساعته میرسانم در طرف احوال مردم افغانستان. چیزی که از دست و توانایی ما بوده برای افغانستان در خدمت قرار، چی در اونجا چی در امریکا. ما تو یک آدم نیستم که بینشینم و گپ بزنم و باز دروغ بگویم، باز برم پیسای افغانستان رو دوزی کنم در جیب خود پرتوم، باز برم در پای اینو آن در مقامات دولتی بیفتم. ما اون نیستم. ما رو بیارین من مظاهره میکنم 2 ساعت در قصر سفید در جلوی اوباما ما میستم برایتان گپ میزنم. حراس هم ندارم که مرا میکشن میدارن در کجا مندازن، چی بدبختی ها بالای ما میه. ما خود قربانی مردم افغانستان. او کسایی را که شما اسمایشان بردین، اونا میرن شب و روز در خدمت همین دستگاه حکومت قرار دارن. که وزیر اطلاعات از دامنش قایم میگه که تلویزیون میسازم، که او را نیم عمرشان در اونجا وزاری و عذر و تزرع تیر شد گذشت. ولی مزاره که بیداد میکنه کسافت از او، رشوی از او، کل مزاره چور کرد و میره برای از او زانو میزند، برای دستبوسی از او. او رو شما در مظاهره میکشنین. خودت من نمیفهم که کی بودی یه حرفا رو میزین. و جهاد صاحب من نمیشناسم، او رو خوب نمیفهم عقیدیش چی هست چی نیست، حرفایشان هیچ من نمیدانم. منتها یک آدم ملایم و خوب و شریفی هستم، هر وقت دیدیم، مگر از این کارا نیست که او بخیزه و نطق کنه و خطابه بده. هم گپای عادی از اینا به مشکلات شنیده میشه و فهمیده میشه. و این هم مردم های چی تند، همون پرچمه و خلقه بسیار بلا مردم بودن، خلقی ها و شوله ها. همون نخبترین خود سرستیج بالا میکرد و گپ میزد و بسیار
صراحت و فصاحت و اینا مردمای بشر سریح اللحجه و نطاقه بشر خوب داشتن. بیانیم بشر به امریکا، هم یه لخو زبان انگلیسی را باید بدانیم، در آلمان بدانیم، در خیابانهای آلمان میدونن، پاکستان دو میزنن به زبان فارسی و پشتو. یک آلمانی بیچاره چی میفهمه که چی گفت؟ در حالی که آلمان در افغانستان از اون رکن عمده قوای ائتلاف در افغانستان هست. باید همه خود آلمانی ها را بگه که بدبخت ها همی حکومت هست که شما بالای ما حاکم ساختین، همی طالب از دست همی عبدالله و کذب وحدت و همی بدبخت ها آمدن، همی واقعی افشار و که سینه زن بکن و که شهرهای کابل و جلال آباد همین ملک طوایفی را بنا ساخته بودن، همینا روی کار آمدن. اگه اینا یک حکومت درست روی کار می آوردن، امروز آمدن باز زد همون طالب دو جنگ و دو فریاد انداختن. خود کردار من نمی فهم دوستان عزیز، طولانی میشه چی چاجتی نیست که اگر در خانه کس هست و کسایی که می دان حرفای من می فهمن، کسایی که نمی دانن باید یکم خدا بفهمانن که ما چی می. به هر حال تسیاری و خدای سپر و دوستان و پا مخم خدی، خدای پا من روز و شبتان بخیر. سلام علیکم.